خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه ششم ماه جولای سال 2018 میلادی و این برنامه به صورت زنده از آمریکا، از واشنگتن، از ویرجینیا به ساعت شرق آمریکا نیویورک 2 بعد از ظهر برای شما پخش میشه. فکر کنم امروز 16 تیر ماه باشه. هوا اینقدر گرمه که دیگه ما تاریخ و سال و روزگار و تقویم رو فراموش کردیم. صحبت از تقویم شد، خیلی جالبه. این آقای ترامپ قرار بود یک دولت پاکیزه شفاف تحویل شما دوستان بده و بیاد این باتلاق واشنگتن رو هم پاک کنه، چشمتون روز بعد نبینه. یا آقای رو گذاشته بود مسئول محیط زیست و انوایرمنتال، بله EPA، این آقا 15 تا جرم و خلاف دولتی و آخرینش که دیگه رسوا شد، یه تقویم قلابی درست کرده که قرارای مخفیانش رو تو اون میذاره و همین خبرنگارایی که این آقای شارلاتان هی میگه فیک نیوز، رسانه های قلابی، اونا این رو برملا کردن و مجبور به استعفا. یعنی هنوز تنها امیدی که در آمریکا هست این آزادی پرس هست که این رو هم ترامپ داره سعی میکنه خودش و خانوادهش اینو محدود کنن یا از بین ببرن. صحبت از خانوادهش، شما باورتون میشه این دخترش، این موجود پلید، از وقتی که باباش شده رئیس جمهور را افتاده با این قاضیای سوپریم کورت رفت آمد میکنه و این قاضی جدیدی که گفت من میخوام، قاضی آخری که گفت من میخوام بازنشست بشم به خاطری که پیرم و چیزای خانوادگی دارم، اینا روش کار کردن. اینا توی این فکر هستن که همون دولت شریعه یا مذهب مسیحیت رو اینجا برای 40-50 سال دیگه نگه دارن. چون این قاضیای دادگاه عالی اینجا یا سوپریم کورت وقتی میان مادام العمره و این میگه من یه جوونی رو میارم که 45 سال 50 سال دیگه زنده باشه. وقتی میگیم جوون، کسی که قاضیه، جوونش مثلا 40 ساله. حالا یه خانمی هست که این فعلا رتبه بالا رو گرفته، از مذهبی بودن، از تندرو بودن، از حزب اللهی بودن، حزب اللهی ایران و عربستان سعودی و سوریه و آیسیس و حزب اللهی اینا فرق نمیکنه. همشون میگن خدای ما درسته و ما به خاطر خدای درستمون میتونیم خون شما رو هم بریزیم. بازم تبریک میگم به طرفداران ترامپ که چشم بسته ساده لوحانه این چنین افتادن در دامش. حالا هیچ راه بیرون آمدن هم ندارن و این آقا با این پدر سوخت بازیایی که در میاره ممکنه 4 سال دوم هم انتخاب بشه، ممکنه حتی این رو دائم العمر کنه، چی میگن، رئیس جمهور دائم العمر. و اما اون روز در حین برنامه یک خانمی پیام گذاشته، صداش به نظر من خیلی آشناست، ولی اینم یکی از اشکالای ما دیگه که اسم نمیگیم و اینها. عجب گروه جنایتکاری دور خودش جمع کرده که مرتب مثل مگس میریزن. آقای مصطفی رهبر، دوست عزیز و گرامی، این همین آقای پروت که الان رفت، این برم خودشو بس، این کسافتکاری های خودش رو، زد و بند های خودشو کرد. حتی به اینا گفته بود یه شغلی هم برای زنش پیدا کنن و گفته بود حتما مطمئن بشید که این بالای 200,000 دلار هم در سال میگیره. آخه یکی بگه تو نکبت که از قدیم به اصطلاح مفتخور و همش شکایت دولت میکردی که چرا قانون گذاشته اینجا که من آب فضولات کارخونه رو نریزم تو رودخونه، چرا قانون گذاشته اینجا اینجور اونجور، همه اینا رو زد ریخت به هم، پولاشو گرفت، پولاشو ساخت. حالا دیگه این ترامپ عاجز شده بود، 15 تا بازرسی مختلف، دادگاه مختلف دارن دنبال این آقا میگردن. بهترین کار این بود که اینو بذاره کنار. حالا اون پشت همه میدونن باز با هم کار میکنن اینا، یعنی این اینجا بهش میگن شادو گاورمنت، بعضی هم میگن دیپ استیت، اینا یعنی دولت سایه،
دولتی که شما نمیبینیش. شما نگاه کنین مردک دیوانه از روزی که اومده هر روز میره گلف بازی میکنه، یه روز میاد اینجا ویرجینیا همین بالا استرلینگ، یه روز میره نیوجرسی. اون زنش هم مثل عروسک تک 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 تی با این سینه‌های قلابیش میره همراهش، بچه‌ش هم که این بدبخت عقب افتاده است، این کوچولوه بارانه چی هرچی اسمش. عجب ملت آمریکا دموکراسی رو نشون دولت دادن. و یه آقایی بود که یه روز برای من نوشته بود آقا اینا مملکت مقام اول مملکت دارن، شما نباید بهشون توهین کنی. جالب این بود که این آقا از لاس وگاسه، ولی دومش گذاشت لای پاشو رفت، اصلا اسمش هم پاک کرده از لیست ما که نتونیم براش بفرستیم. یه ویدیویی دارم بهتون نشون میدم، ببینید بیل مار یه کمدین اینجا که یه بارم چند سال پیش همین ترامپ شارلاتان، برای که این گفته بود این ترامپ از خانواده اوران اوتان هست، بوزینای زرد رنگی هستن، 5 میلیون سوش کرد، اونم چند میلیون خرج دادگاه کرد تا به اصطلاح دست ترامپ رو کوتاه کرد. و اینجا اینجوریه، حسن اینه، حالا آقایون یا خانوما میان میگن آقا اینو نگو اونو نگو. بذارید پیام این خانم رو براتون پخش کنم. و خیلی خوشحالم که آقای رضا مشایخی هم اینجاست. آقا رضا دوست عزیز، شما هر چی میخوای بگو، مایی $500 به مجاهدین میدی، هر چی میخوای از اینا حمایت کن. مجاهدین سابقه شون درخشان نیست، سابقه تیرو و تاری دارن. اینی که به هر روزی به هر بند به هر حبابی آویزون میشن، یه روز به نوت گینگریچ، یه روز به جولیانی، یه روز به این کندی معتاد اینا، و حالا به ترامپ، ترامپی که خودش آویزونه به پوتین، دوست عزیز نشون میده که اینا برنامه‌ای نداره. ما آقا گفتیم، ببخشید این آقای دکتر مصطفی هروی یادش بخیر، پیر بود بنده خدا 89 سالش بود، میگفت که بابا جون من با شما بحثی ندارم، میگفت جایی که شما وایسادی من 50 سال پیش وایساده بودم. حالا من و شما تفاوتمون 50 سال نیست، فکر کنم یه 25 سال 30 سالی باشه، شاید هم کمتر. جایی که شما الان وایسادی بنده 20 سال پیش بودم. بابا من با آقای فیلابی کار میکردم، من با اون دوستای مجاهدش کار میکردم، ما از اینجا تا ریچموند وقتی میرفتیم همش رو سی وی با هم صحبت میکردیم، زورم مینشستیم با هم نهار میخوریم. اینا نشون دادن که کارشون درست نیست، اینا نشون دادن که سازمان یا حزب سیاسی و مدافع حقوق بشر نیستن، اینا یه فرقه هستن. شما که رفتی اونجا جشن گرفتی، میگی فقط 4-5 نفر اومدن، و گاردین میگه این بار از فیسبوک استفاده کردن و نصف اعضای اونجا، نصف حاضرین اونجا کرایه‌ای بودن، برنامه‌شون چیه؟ همین دوباره کف و دست و شادی و شعف، that's it. برنامه‌شون چیه؟ شمایی که خودت هنوز نمیدونی هواداری عضوی، برنامه 6 ماه آینده چیه؟ بعد میگین من 109 ساعت در هفته کار کردم و مای $500 به اینا دادم. امیدوارم شما درست بگی. ولی شما چند مدت پیش خودتون افتاده بودید به جون همین مجاهدین، همچین که یه دفعه شلوغ شد تو ایران فکر کردی الان مجاهدین برنده میشن، گفتی ما به یه نوایی برسیم. آقا آبرود میره. شما را اینجا مردم به عنوان یک جوون تحصیل کرده ایرانی که یه شو ما مصاحبه کردم دیگه، عکستو نشون دادم، سنترفیوژ داری میچرخونی. حالا سنترفیوژ کجا؟ یه دفعه از این گستشن تو اون گست بد نیستا، هر کار آبرومندانش خوبه، ولی آخه ببینید نمیخونه. شما میگی من دانشمند سنترفیوژم، بعد میری از تو شبران کار میکنی، ساعتی 9 دلار، 10 دلار، 13 دلار، 15 دلار، نمیخونه عزیز دلم. وقت 109 ساعت اگه کسی کار کنه، این دیگه ببخشید اینو میگم، آدمای تو آمریکا همین جوری گیجن دیگه، اگه کسی 109 ساعت کار کنه گوسپیچ میشه. حالا موفق باشید، امیدوارم موفق باشید. سال دیگه همین موقع مریم خانم با این فیصل ترکی رفته باشن ایران، چون شوهرش که نیستش که، با شوهر جدیدش رفته باشن ایران، شما بری اونجا. آقا ما نخواستیم، بنده که از 2005 تا حالا گفتم آقا ایران سهم من، میخوام بفروشم، من وطن فروشم، میخوام بفروشم، یه خری پیدا کنید، منظورم وطن خره، سهم من رو بخره. هنوز پیدا نشده، همه مثل شما نشستن یکی پیروز بشه بعدن اونا برن. شما کی میری ایران؟ آقا اینا اگه این همه طرفدار اینجا دارن، اون همه طرفدار و گروه شورشی تو ایران دارن، مرض دارن، کرم دارن، درد بیدرمون دارن که اینجا وایسادن، خب بلندشن برن دیگه.
اعصاب آدم رو میزنی، خورد میکنی، هی به همه هم پرخاش میکنی، همه رو میگی مأمور جمهوری اسلامیه. آقا اینجوری نیست که هر کسی با شما مخالفه مأمور جمهوری اسلامیه. اگر اینجوری، خب این جمهوری اسلامی که چقدر مأمور داره؟ نمیدونم. در هر صورت ایشون کلن سواد سیاسی نداره، کسی که از رجوی حمایت کنه کلن مخش تعطیله. خب بیا این دوستان، افشین عبداللهی هم از شیراز داره میخنده، آلمان زندگی میکنه ولی داره میخنده، البته انقدر میخنده که اشکش در اومده. واقعا شما درست میگی آقای، این خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. آخه شما ببین اینا میگن اینقدر طرفدار داره، ما اینقدر گروه شورشی داریم. یه نفر اومده نوشته 97 گروه شیر سر دوزن، گروه شورشی 97. اوکی آقا شما میگین 97، من میگم 97 میلیونی. بلنشین برین دیگه، نجات بدین. حالا هی قانون اساسی بردارین. این هفته آقای فخرآور با آقای گلن ترشیزی با همان میرن قانون اساسی میدن مجلس. هفته دیگه چون مجاهدین فوش میدن به رضا پهلوی، گلن ترشیزی هم فوشای اونا رو بر میداره، ری توییت میکنه و نمیدونم ری مسیج چی میگن دیگه، هی میفرسه. اصلا شدید مثل ربات. اون جوکی بود که طرف میگفت، شعار میداد، گفت که گشاد گشاد راه نروید، اونام گفتن گشاد گشاد راه نروید. گفت بابا اینی که میگم شعار نیست، اونام گفتن اینی که میگم شعار نیست. شما دارین این کارو میکنید، یکیتون بیان توی رادیو تلویزیون درست حسابی حرفتونو بزنید، یه نفر رو ببرین تو رادیو تلویزیون مجاهدین حرف بزنه، یک نفر مخالف به رادیو تلویزیون مجاهدین تماس میگیره. خب اگه این همه موافقن دیگه منتظر چی هستی؟ اصلا ممنونم آقای رضا مشایخی، شما درست میگی. یه ویدیویی هم برای من اومد امروز بیرون بودم، وقتی اونجا بودم صداشو نمیتونستم پخش کنم. شما داری پول نشون میدی، امیدوارم همه این پولا درست باشه و خودتون تو بیسمنت چاپ نکرده باشید از اون مانی لاندری که خانم مریم رجبی تو فرانسه داشت، این از اون پولا نباشه، یه دفعه یقه شما رو بگیرن. ولی بریم. بله سوربی، همزمان بازی فوتبال داغ بین برزیل و بلژیک شروع شده. به خدا من این دوستایی که دارم باید قدرشونو بدونم، یعنی هم کار دوست انجام میدن هم کار دشمن. آمریکایی‌ها میگه داشتن دوستی چون شما احتیاج به دشمن ندارن. آقا ما تابلو زدیم مثل تعزیه، مغازه رو باز کردیم، اینجا رو سنگ گذاشتیم و قطیمون رو آوردیم گذاشتیم، چهار نفرم دور ما نشستن این برنامه رو نگاه کنن. حالا این سعید جون دوست جونجونی منه، مثل داداش منه، از راه رسیده میگه آقا بازی داغ شروع شد. یعنی اگه شما نمیدونستی حالا بلند شو برو اونجا، برو آقا برو بازی رو زنده ببین، بعدا بیا این سوربی رو نیمه جان مرده ببین. بلژیک 1 برزیل 0، به دوتاشون تبریک میگم. دیدی توی مسابقه آمریکا و میگه good luck to all. آخه چجوری شما میتونی به همه بگی good luck، همه تون موفق باشین؟ اینم یه چیزای غلطای مصطلح هست. بذارید من این فیسبوک سوربی رو با مردم هم شیر کنم، اگر دو سه نفرم اونجا باشن. اتفاقا دیروز داشتم با آقای انصاری صحبت میکردم، گفتم میدونی مشکل ما و خوبیه مثلا امید دانا اینه، امید دانا چون یه 20 سالی از ما جوانتره، شاید هم بیشتر، وقتی دوستاش برنامه رو میبینن اون برای اون شیر میکنه، اون برای اون شیر میکنه. ما آقا دوستامون هم میترسن برای همدیگه شیر کنن. ترسی که تو وجود ماها از دوره شاه و شیخ بوده خیلی بیشتر از ترسی که تو وجود این جوانها فقط از دوره شیخ هست. طرف میگم از هندوستان بلند شده رفته ایران، موزیک میزنه، دوست دختره قدیمیش میبینه، با من داره اینجا کلکل میکنه، فوش به نظام میده، میخواد حکومت رو بریزه پایین. میگم آقا اگه دوره شاه بود ساواک در خونتون در زده بود، به مامانت هم میگفت این پپسی دوست داره یا کانادا، ما میبریمش اونجا ببینیم کدومش بهتره. آخه شما بابا یه چیزی هم میگید که میگن به کلام گفتن منار فلانجات، گفت آخه احمق یه چیزی بگو که بگنجه. این شعر با این بزنین، میگه چه اشکالی داره من هر دو رو نگاه میکنم. آقا هر دو رو نگاه کن، اینجا نیا تعزیه ما رو بردا برو، اینجا نیا معرکه ما رو خراب کن. من که میدونم تو اون وقتا هم گوش میدادی هم کار مدرسه تا انجام میدادی، خدا این مدرسه رو 12 ماهه کنه
که تو هم این 3 ماه تعطیلی اینجوری هی به ما لغت نزنی. خب ببینیم که manage here، اینم از این. بله رفتم که رفتم. خب بذارید ببینیم چیه. اوکی خب حالا اینایی که نوشتی پاک کن دیگه سعی، تا دیگران بتونن اینجا چی بنویسن، چیزایی درست حسابی. و من براتون این رو باز کنم، این پیام این دوستمون رو پخش کنم و میگم صدا خیلی آشنان، ولی چون اسم نگفتن منم اونایی که فکر میکنم ایشونن فعلا نمیگم تا ببینم بعد چی میشه. و بذارید اول پخش کنم، بعدن چیزی که به نظر من رسیده بپرسم. 3 تا مسیج از پتیک داریم، اونا رو هم پخش میکنم. 3 تا مسیجش رو هم 5 دقیقه نیست، ولی در رابطه با اون ایمیل و وبسایت آقای آریانپور و اینها هست. به نظر من این کمک میکنه، مخصوصا به اونایی که ممکنه مثل من تنبل باشن کتاب نخونه. بله این شماره تلفن از واشنگتن هم هست، با هم میشنویم صدای این بانوی ایرانی رو. یک لحظه، 42 ثانیه است. And I need to talk to you, Ms. Sorby, now, right away, because one of your followers said we don't need the Senate, the American Senate to make decision for, system in Iran. This is Iranian authority. I'm sorry, if Iranian people were the human being, they wouldn't bring that murder the most terrorist Khomeini in Iran. I'm sorry. Have a good day. Bye. خب بیاین دوستان این پیام رو بذاریم رو میز تشریح. اولا دوستان عزیز، وقتی که هیجان زده هستید انگلیسی صحبت نکنید. بعدم شما به من تلویزیون مردم یه فارسی زبان بچه شیراز زنگ میزنی، انگلیسی لازم داری حرف بزنی؟ انگلیسی صحبت نکنید. حالا یه جوکی براتون میگم. این داداش من اوائلی که اومده بود اینجا، مثلا قبل از انقلاب، میگو که یه دفعه داشت یه جایی میرفت یه اشتباهی کرده بود و یه نفر بهش فوش داده بود. بعد اینم خواسته بود به اون فوش بده، چون هیجان زده شده بود بهش اینجوری کرده بود. در صورتی که اینجوری اینجا علامت موفقیته، اینجوری فوش بماند. دوست عزیز هیچ احتیاجی نبود شما انگلیسی صحبت کنی که حالا چون هیجان زده شدی دنبال کلمه بگردی. بعد حالا ما بیایم، اولا شما میگی I need to talk with you right away. کجای دنیا یه کسی زنگ میزنه به یه برنامه‌ای و میگه من همین الان میخوام با شما صحبت کنم؟ شما اگه به فامیل خودت بگی من همین الان میخوام باهات صحبت کنم، ممکنه ازت قهر کنه، بگی این شرایط من رو درک نمیکنه، من کار دارم، زندگی دارم، زن دارم، بچه دارم، به اصطلاح مسئولیت دارم سر کار. پس باید یه کمی از این شاه اللهی فرمون دادنتون بیان کنار. حالا چرا من میگم شاه اللهی؟ چون اینا طبعشون حتما یه خانواده بودن نزدیک به شاه بودن، فامیلی هستن، چیزی هستن اینها، و همش طلبکار مردم هم. حالا این قسمت رو ول کنی، صحبت این خانم این بود که من میخوام با شما صحبت کنم همین الان، چون یک نفر از طرفداران شما follower یعنی دنبال رو، من وقتی رهبری نیستم، کسی نیستم که لیدر باشم، دنبال روی ندارم. من اینجا هستم، تازه اگه کسی هم با هم باشه به قول آقای لادن همراه منه یا همگام منه. اینایی که میگن آقا برو ما هواتو داریم، برو ما پشت تیم، اولا برو ما پشت تیم از 2 لحاظ بده، هم از لحاظ پشت بودن هم از لحاظ یعنی سوارتم. ولی بعضی ها دیدی میگی من همراهتم، ما دوش به دوش، دوش به دوش جلو میگی. خب شما میگی که این فالوور شما گفته ما احتیاج نداریم
فکر کنم آقای پرویز بود، آقای پرویز کاپویی بود، گفت که ما احتیاج نداریم که قانون اساسیمون رو ببریم مجلس سنای آمریکا. اصلا چه کار آمریکا ما داریم؟ حالا شما میگی که بله ما باید ببریم مجلس سنا به دلیل اینکه دوستان توجه کنید، اتفاقا چون ایشون هیجان زده شده دیگه نمیتونه تظاهر کنه، درود ورود دیگه نداره، ذات اصلی شاه اللهیشو نشون میده. میگه ما چون مردممون هیومن بینگ یعنی انسان نبودن، میگه مردم ما چون انسان نبودن و یه تروریستی رو انتخاب کردن، دفنت حتما باید این قانون اساسی ما رو ببریم مجلس سنا. حالا شما به همینا اگه صحبت کنی میگی خب مگه شما نمیگید این مردم انسان نیستن، آدم نیستن، شعور ندارن، نفهمن، لیاقت ندارن؟ این مال کی بوده؟ مال 40 سال پیش بوده. 40 سال پیش بعد از 57 سال حکومت دو پادشاه پهلوی مردم ایران به قول شما آدم نیستن، به قول دیگران لیاقت ندارن. حالا چطور شده توی 40 سالی که آخوندای نکبتی شپشو بهشون حکومت کردن اینا با فرهنگ شدن، آدم شدن، شما میخواین برید اونجا زندگی کنید؟ شماهایی که در دوره شاه هم ایران رو قبول نداشتید و هر روز پاتون خارج بود، الان ایران چی داره بعد از 40 سال خرابی که کشته و مرده و هلاک ایران شدید؟ خب بیاین تو برنامه قشنگ پیام بذارید که پیامتون قابل پخش باشد. آخه این چه پیامیه؟ I need to talk with you right away. یکی از فالوورهای شما گفته که ما نباید قانون اساسیمون بره سنا، اتفاقا باید بره سنا چون مردم ما هیومن بین نیستن، انسان نیستن. باورتون میشه اینا چجوری راست راست راه میرن توهین میکنن به مردم ایران؟ اون آقا رضا هم که حالا خواست بگه اشکالاتی بوده و اینها، بعد گفت خب میدونید پدر من خیلی تند فرهنگ و تزریق کرد. یادتونه اینایی که میرفتن ویتامین ب میزدن، یه سوزن کلوفتی میزد به طرف، طرف قش میکرد، میگفتن چی شده؟ میگو این سوزنی چی بود؟ آمپول زنه پدر سخته بلد نبود، خیلی زود فشار آورد. آقای شاه هم این سوزن بی کمپلکس بود، چی بود؟ فرهنگ رو و تمدن بزرگ رو خیلی سریع زد به مردم ایران، مردم قش کردن. حالا مردمی که قش کردن 40 سال هم آخوند سوارشون بوده، حالا که هوش اومدن آدمای خوبی شدن، شما میخواد قانون اساسی آمریکایی ببری براشون؟ شما برو یکم مطالعه کن ببین این قانون اساسی که کپی آمریکا و بردن لایبریا و کشورهای دیگه، اونا الان چه آشغالی هست، چه کثافتی هست. قانون به خودی خود قانون، بذار یک کتاب بذار اینجا، اجراش باید درست باشه که میرسیم به آموزش و پرورش. اتفاقا از آقای لادن خواستم که دوشنبه مهمون ما باشن و اگر دوست داشته باشن درباره این تاپیک آموزش و پرورش صحبت کنیم. هیچ وقت از خودتون پرسیدید چرا اداره فرهنگ عوض شد، شد اداره آموزش و پرورش؟ آموزش خب میرفتیم مدرسه درسمون میدادن، این آموزش که حالا البته میگن تو دوره آخونده شده آمیزش، آقای چیز شهرام ایران بومی میگه. 5 دقیقه دیگه میبرمتون با ایشون صحبت میکنم، ایشون هنوز تو فرانسه است، امیدوارم ارتباطمون اینجا بهتر باشه. از خیابون شلوغ شانزلیزه اومده باشن یه خیابون خوبی خودی که مردم ریلکس نشستن و هی اینترنت استفاده نمیکنن، بلکه ما با ایشون 2 کلمه صحبت کنیم، ببینیم ایرانیایی که تو ایران ازدواج کردن با قانون اسلام، حالا که میان آمریکا، میان اروپا، چیکار کنن که وقتی به مشکل دادگاه برمیخورن این دو قانون با همدیگه کلش یا تصادف نکنه، برخورد نکنه. اینو با آقای شهرام ایران بومی که وکیل هستن توی آلمان، ولی مشکلات شما اگه تو آمریکا و جای دیگه هم باشه باهاتون مشورت میکنن صحبت میکنیم. ممنونم از ایشون. و اینم فلسفه این پیام گذاشتن و اینکه اینا ذات اصلی خودشون رو قشنگ نشون میدن. همین الان که صحبت میکنیم آقای زاهد هفت‌لنگ فکر کنم زنگ زدن، اون روزم ایشون زنگ زدن، من بهشون گفتم فردا با هم صحبت میکنیم، این بنده خدا خب 3 ساعت با ما اختلاف زمان داره و اونا جوانتر از ما هستن و ما هم
مسئله ایشون کار میکنه، ما هم کار میکنیم. وقتی من بیکار میشم میام ایشون سر کاره. بهترین کار اینه که از این پیامگیر استفاده کنید، پیامتون رو کامل بذارید، من پیامتون رو پخش میکنم، پس صدای شما شنیده شده بدون اینترابشن، بدون اینکه من بپرم وسط حرفتون. بعدم منم حرف خودم میزنم بدون اینکه شما بپری وسط حرف من. بفرمایید ببینیم چی میگن ایشون. درود بر شما آقای سوربیه. خوب، من زاهدم، مدتیه که از بی اطلاع بودم، زنگ زدم عرض ادبی داشته باشم خدمت شما و احوالی پرسیده باشم. اگر تونستی لطفا یه زنگ بزن. از مهر شما سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. خیلی ممنون. اگه بشه بعد از برنامه، یا اینکه شما قرار شد اسکایپ رو وصل کنی تا من با اسکایپ با شما تماس بگیرم، ولی خبری از شما نشد. حالا که خبری از شما نشد و امروز آقای شهرام ایران بومی هستن، با ایشون تماس میگیریم ببینیم ایشون چی میگه. امیدوارم صدا خوب باشه، نشون میده اینترنت سفیده. الو الو الو، سلام آقا. سلام علی، حال شما چطوره؟ قربان شما، خیلی ممنون. چرا به طور شما هستین؟ بله، سوربی هستم از تلویزیون مردم. دوستان عزیز، همونجوری که بهتون گفتم، امروز امیدوارم کانکشن یا ارتباط ما خوب باشه تا آقای ایران بومی درباره این مشکل ایرانیایی که ازدواج میکنن، نه فقط ایرانیا، عربا هستن، افغانیا هستن، کسای دیگه هستن، و بعد میان کشورهای دیگه، اون موقع حالا یا طلاق میخوان بگیرن یا یک کار دادگاهی دارن و این برخورد ایجاد میشه، اون مسئله دادگاه که قانون مدنی اون کشوره با اون قانون ازدواج شرعی اینا. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز، صفحه فیسبوک آقای ایران بومی رو نشون میدم، عکسای جالبی میذارن. امروز یه عکسی گذاشته بودن، خود بنده خدا تو زندان بود، توی از این چیزا بود، راجع به گوانتانامو یا اون چیزی که آقای اوباما قول داد میبنده میبندتش، ولی اونم دروغ گفت، بسته نشد. آقای ایران بومی، مرسی که با ما هستید. بگید ببینیم آلمان هستید یا فرانسه هستید و چه حال و چه خبر؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز شما. در حال حاضر نزدیک برج ایفل هستیم و در شهر پاریس. امروز روز بازی فوتبال هم بود و چون فرانسه هم در بازی بردش در برابر یک تیم خیلی کوچیک، بسیار در این شهر شلوغ و بسیار تمام شهر در جشن و پرچم پایین و بالا کردن هستند و یک محیط واقعا جشن بسیار زیبایی و ما داریم در اینجا احساس میکنیم و از این انرژی مثبت میخواییم برای شنوندگان شما هم یک مقدار مسائلی رو روشن کنیم که هر وقت مسئله حق گرفتنه، حق دادنه، بتونه آدم شاید با آگاهی مشکلات رو راحت‌تر حل کنه. بفرمایید. بیشتر اگه امکان داره راجع به اون عکسی که تو روزنامه‌ها نوشته بودن، 84,000 یورو، و اون آقا هم قیافش ایرانی بود، یک چیزی هم مثل یک عروسکی دستش بود که یک عروسی بود، درست میگم تو عکسه؟ این اون چی بود؟ اگه دوست داشت باشید یک کم در مورد اون صحبت کنید، بعد کلی صحبت کنید. چند روز قبل یکی از دادگاهی که من داشتم، خبرنگاران مال روزنامه شپیگل و روزنامه بیلد سایتونگ آلمان که دوتا از قوی ترین روزنامه های جهان هستن، اومده بودن. معمولا دادگاه ها رو راه نماییشون ما نمی کنیم و خودشون هستن که راه پیدا می کنن، خبرنگارا. و در اینجا این دادگاه که من داشتم در از امسال دومین دادگاهی بودش که تمام خبرنگار علاقه داشتن شرکت بکنن و در رابطه با تأثیر قوانین خارج، مثلا تأثیر قوانین اسلامی بر روی حکم‌های آلمان بودش. به همین علت صفحه 6 بزرگترین مجله، شروع‌ترین مجله کننده آلمان، روزنامه بیلد، اختصاص داده بود قسمت اعظمش رو به این دادگاهی که بنده حق دفاع از این شخص جوان ایرانی رو داشتم که ایشون مورد میشه گفتش که در جوانی رفته بود ازدواج کرده بود و در این مدتی که در آلمان زندگی میکردن پدر مادرش خانمی پیدا کرده بودن، در ایران با ایشون ازدواج میکنه و یکی دو بار ایشون رو دیده بوده و بعد از مدت خیلی کوتاهی که ازدواج همدیگر رو دیدن، بلا واسطه خانواده میگن که خب
حفظ کنین. و این دخترم میگه که من خیلی دوست دارم در آلمان زندگی کنم و در عرض به قول خودش یه چشم هم زدن ما رفتیم آشنا بشیم، به ما هم عرضی کردیم و هم این ازدواج انجام شد. خود خانواده خانم برایش محضر پیدا کرده بودن و در اون محضر هم قرار بودیش که در واقع تعداد خیلی کمی بیان و سکه طلا بذارن، که اینجوری که ایشون میگه یه چیزی قرار بودش در حدود 20 تا 95 عدد مهریه باشه، که بعدن بدون اینکه توجه کنن ایشون در سند که ازدواج کرده بودن یک عدد 2 اضافه شده بوده، یعنی از 95 شده بوده به 295. و چون ایشون آدم بسیار مهربان و ساده ای هستن، حتی سند ازدواج هم دست خودشون نبوده، دست پدر خانم بوده در ایران، تا روزی که در آلمان تشریف میانه و به هر حال دعوا به یک علت دیگه دعواشون میشه و ایشون میگه که خب من ناراحت نیستم، اگه تو واقعا نمیخوای من حاضر هستم که برخلاف آقایون که طلاقتو نمیدم طلاقتم بدم. ایشون هم خیلی ساده قبول میکنه و بدون هیچ مشکلی خانومو میبره و طلاقش هم میده، آزادیشو بهشون تعلق میده، بدون اینکه بدونه در ایران پدر خانوم از آقا شکایت میکنه و حکم مهریه رو اجرا میذاره. ایشون هم در ایران ممنوع خروج، بدون اینکه این آقا در دادگاه ایران حتی حضور داشته باشه، این حکم رو میگیرن. در آن واحد خانم حق طلاق رو میگیره، در آن واحد ایشون در آلمان حق خونه رو میگیره، حق داشتن مسکن، حق داشتن اقامت و حق تقسیم مال و و و، که این حق در ایران نبود. حالا در اینجا ایشون وکیل آلمانی داشته، بعد از اینکه ماجرای طلاقشون رو تموم شده بود، در اینجا یک هم میبینن که براشون یه نامه میاد که این آقا باید 295 عدد سکه بهار آزادی هم به دوشیزه بده. و از اونجا بودش که میشه گفت نقش ما در پرونده شروع شد. مگه پدر زن میتونه بره شکایت بکنه؟ مگه خود زن نباید شکایت کنه یا مهریش رو به اجرا بذاره؟ ببین این ماجرا خیلی ربط داره به قرارداد و به وکالت. اگه پدر وکالت از طرف دختر داشته باشه و حق گرفتن وکیل و یا عزل وکیل داشته باشه، معلومه که پدر هم در هر جایی که باشه میتونه به جای دختر وکیل بگیره و این شکایت رو به دادگستری اون کشور بده. میشه بگید خیلی ماهرانه بودن؟ بله. میگم میشه بگید خیلی ماهرانه این قرارداد یا ازدواج انجام شده بوده؟ نه، نمیشه گفت. این یه چیزی که واقعا مشاوره ارزون تر از خیلی وقتا دادگاه رفتنه و من موکل آلمانی خیلی دارم، میخوان ازدواج کنن، آلمانی هستن، میان دفتر ما قبل از اینکه ازدواج کنن میگن که میخوان بدونین در رابطه با زن، در رابطه با مرد تحقیقاتونو بکنین، قرارداد ازدواج ما تعیین میکنیم، تو در قرارداد ازدواج می نویسیم کی چه حقایی داره، که قد این خانم به اون آقا باید بده اگه طلاق بگیرن. یه خانم وکیلی بوده چند مدت پیش اومده بود پیش من، شوهرش مهندس بود، دوتایشون هم آلمانی بودن، ایشون از جنوب آلمان از شوتگارت اومده بودن، گفتن که دکتر ایرانوی ما میخوام شما برای ما قرارداد ازدواج بنویسید. گفتم تو شهر خودم 20,000 تا وکیل تو آلمان 300,000 تا وکیل چرا نگفت؟ من خب کار شما رو میشناسم و چون خود وکیل بود و توی تحقیقات کرده بود، گفت من میخوام شما برای ما قرارداد ازدواج رو بنویسید. و اگه مردم قبل از اینکه مخصوصا اینایی که در خارج زندگی میکنن چشم بسته مادر پدرشون به اینها نمیفهمونن که وقتی شما ازدواج بین دو کشور میکنین فقط ازدواج نیست، اینجا ممکنه مسائل دیگه هم پیش بیاد. مسئله مهریه یکی از مسائل خیلی مشکلی هستش، مسئله طلاق، مسئله دیگه، مسئله بچه هستش، مسئله تقسیم مال، مسئله ارث هستش، مسئله حضانت هستش، مسئله سرپرستی هستش. من میخوام همین پسر بدم، ولی اگه یک مشاوره بگیرن میتونن با پرداخت یه مبلغ خیلی کم تمام مشکلات رو لااقل بدونن، که اگه امضا میکنن بعدن این مشکلها رو بتونن درست باش روبرو بشن. و آگاهی داشتن فقط این نیستش که سر کوچه ما اون بقالی یا میرن مسجد یا میرن چه میدونم کلیسا میره، اونی که میره کلیسا میره، میرن واقعا من بعد وقتا تعجب میکنم اطلاعاتی که میگیدن مال دوران رضا شاهه، برای دوران بعد چه میدونم حمله اعراب ژاپن اینا بعد اطلاعاتو میخواد داشته باشن که در آینده چجوری بخواد رفتار بکنن. اطلاعاتو باید در زمان درست از اشخاص درست گرفت که بتونن شرایطو برای اون قرارداد آماده کنن. برای همین من نمیخوام بگم این دختر خانم کلک زده، نه، اینو باید قبول کرد که خود این آقا با عاشق شدنش با
شده بودن خانوادهش، با اعتمادش، با نداشتن دقت کاری، اینها امکانات این مجرم رو به وجود آوردن. و اگه خود من مواظب کلاه خودم نیستم، کسی دیگه یا باد برداره، نباید انداخت تقدیر باد. بفهم. خیلی ممنون. من الان عکس این روزنامه رو دارم نشون میدم. ضمناً دوستمون آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشتن رفیق ما هم از آمریکا رفت ایران، خواستگاری یه خانم، مستقیم برده بودنش از فرودگاه خونه، فرداش برده بودنش پای سفره عقد، کلی خرج کرده، زنه هنوز نیومده از ایران، روزگار این رفیق ما را سیاه کرده. خب این ازدواجای برون مرزی و درون مرزی هم خودش یک ماجرایی شده. شما هم این مشکلات رو تو آلمان دارید که بعضیا به خاطر اقامت و اینها مثلا ازدواج کنن دردسر بشه، یا اداره امیگریشن یا مهاجرت اونجا به اصطلاح دقت میکنه که این ازدواج رو زیر سوال ببره، که شماها فقط برای اقامت با هم، یعنی ازدواج مصلحتیه حقیقتا. دارید از این مسائل؟ کم نه، وفور ما اینو داریم. و اینکه بگیم خانوما به آقایون نیرنگ میزنن و آقایون آدم های بسیار فرشته هستن و بیگناه هستن، اینم من نمیتونم قبول بکنم، چون من پرونده های خیلی خانوما رو دارم که طرف از آلمان رفته به ایران ازدواج کرده، یا از آمریکا رفتن از لس آنجلس داشتم من پرونده، ایشون رفته بوده آقای از ایران و خودشون نشون داده بوده که یک شرکت بزرگی داره و تمامش دروغ بوده. بعد به خانواده‌ای که در ایران بودن متاسفانه بازم میگم کور بودن، نیومدن تحقیقات درست رو بکنن، ولی با ظاهرسازی که این آقا از پیشا پیش کرده بود باعث شده بود دختر ایشون رو بگیره. و در یه پرونده دیگه من داشتم که یک آقایی که در آلمان زندگی میکرد به یک خانم به عنوان مهریه شرکت خودش رو هدیه داده بود، در همون عقد شرکت بزرگی داشت بهشون هدیه داده بود. اینا هم بسیار بسیار خوشحال بودن، یک ماشین 80,000 اورویی هم زیر پای دختر گذاشته بود. همه اینا اصلا مونده بودن که چه ازدواج خوبی کردن. این خانواده هم خیلی پولدار بودن و بعدن که این پرونده زیر دست اومد، متاسفانه باید بگم این آقا، این شرکتی که هدیه داده بود قبلش دارای بسیار بسیار قرضهای زیادی بود، مورگیجای زیادی بود، و این اومده بود کرده بود به اسم این خانوم و تمام شر این شرکت رو با امضای خود این دختر به اسم خودش شده بودش. و دو طرف ما میبینیم که کسانی که یک ببینید انسان ها خودشون هستن که خیلی وقتا تولید امکان کلاهبرداری به وجود میارن. و یک جمله قدیمی هست که میگن تا مظلوم نباشه ظالم به وجود نمیادش. و عدالت این نیستش که من فقط داد بخوام، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری، معادله نکردن، دادمند بودن، عدالت رو معنی میده. و خیلی وقتا خود ما عادل با خودمان نیستیم، ما خودمون خودمون رو قبول نداریم. و اون کسی که چشم خودش رو میبنده ولی 200 یورو مشاوره نمیکنه، ولی بعدی میبنده 120,000 یورو قرارداد میبنده، خب این باید یکیش مشکل داشته باشه. بله بله، اون مشکل هم تو قسمت بالاخونه است. بله، خیلی ممنون آقای ایران بومی. اگر باز هم مسئله هست یا کیسی هست که میتونید بگید برای دوستان که دیگران به اصطلاح پند بگیرن یا از اشتباه دیگران تجربه کسب کنن، لطف کنید به ما بگید، یا در آینده هر وقت که دوست داشتید میتونید مهمون ما باشید و بگید. دوستان مشاوره با این افراد متخصص رو فراموش نکنید. خیلی قشنگ گفت آقای ایران بومی، میگه ممکنه شما ماکسیموم 200 یورو 300 یورو بدید مشاوره کنید، ولی یه دفعه 120,000 دلار یا یورو اینا زیر بار و بدهکاری و شکایت و دادگاه نمیرید. ممنونم از شما، اگه صحبتی هست بفرمایید، اگه نه که من در رابطه با فقط اینو میگم، ماجرای مهریه داره روز به روز بیشتر میشه، دعوای مهریه داره خیلی شدیدتر میشه در آلمان، دعواها و طلاقهایی که در ما بین خانواده‌ها داریم
به شدت داره خطرناکتر میشه، با خشونت داره میشه، دعوایی که در ایران مرد اجازه طلاق رو نمیده و خانم نمیتونه کشورش بره، با وجود که طلاق آلمانی داره ولی در ایران مرد حق اینو داره که بره ازدواج دوم بکنه، داره بیشتر میشه. در اینجا بچه هایی هستن که نمیتونن شناسنامه بگیرن چون پدر نمیادش بره در سفارت تایید بکنه که این پسر من یا دختر من میخواد شناسنامه بگیره. در رابطه با مهریه، یکی از بزرگترین مشکلایی که ما در حال حاضر داریم تعیین مهریه هستش، شرایط مهریه هستش، و این فقط در آلمان نیست، در فرانسه هم که الان من هستم در اینجا هم چنین مشکل های بسیار داره زیاد میشه. و اگه در ابتدا خانم ها و آیون به دوستانشون به همسایه‌هاشون بگن در روز ازدواج یک مقداری توجه کنین، اگه انسان ها حق ازدواج رو فقط برای آقایون نخوان بلکه حق طلاق هم به خانم ها بدن و در ازدواج همون ابتدا بتونن مهریه رو محدود کنن، خیلی از مسائل حقوقی حل شده. دعواهای ما بیشتر روی زورگوی تاریخی شروع میشه و این نیستش که آقا یکی دیکتاتور کشور داره دیکتاتوری میاره جلو. خود من هستم که باید بگم خانم شما که با من طبق قوانین این کشوری ازدواج میکنی که حق طلاق نداری، من حق طلاق رو به شما واگذار میکنم در این ابتدا، در ازدواج شما اسلحه تو رو بذارید زمین و مهریه به اندازه سنتون که سداد سکه هستش از من نخواه، بلکه به اندازه مثلا 10 تا یا 12 تا به شما میدم یا 50 تا میدم. اینو ما خودمون باید دموکرات باشیم، یا حالا دموکرات کنم نمیدونم درست باشه، خودمون باید عادل باشیم و اینو نمیشه بذاریم که دیگران تعیین کنن. اگر هم در آلمان حداقل اینو میگم دادگاه ما دادگاه شما میرین 20 تا حکم دادگاه در رابطه با مهری هستش، برای چه روزنامه ها اومدن در اینجا، برای چه روزنامه شپیگل اومد، برای چه روزنامه بیلد اومد؟ چون در آلمان از 1000 دادگاه مهریه 3 تاشون تا حالا حق مهریه رو به زن ندادن و در اونجا هر 3 تاشون من خودم وکیلش بودم. چرا؟ چون تونستم با عدالت ثابت کنم که در این کیس چرا نباید این قرارداد اجرا بشه. و امیدوار هستم در این دادگاه که ما الان داشتیم، نه اینکه خانم‌ها فکر کنن که من بر علیه مهریه زن‌ها هستم، بلکه خیلی هم وقت‌ها هم از اونا دفاع می‌کنم، عدالت یک طرفه نیست. اگه کسی می‌خواد بزنه، اگه یه دور اولش اضافه کرده، باید اینو بدونن. یه موقع یه وکیلی پیدا میشه که ناتوانی موکلش رو پر میکنه و اون کلاهبردار رو جلوشو میگیره. امیدوارم که همیشه سربازان عدالت در همه جای دنیا با دقت کار خودشون رو بکنن. برای شما و دوستان و آشنایان شما و بینندگانتون آرزوی بهترین روزها رو در همه جای دنیا دارم. ممنونم. شما قبلا توی آمریکا به اصطلاح کارهای وکالت و اینا رو انجام میدید، الان فرانسه هستید، اونجا وکالت انجام میدید چا با کسای دیگه مثلا کار میکنید؟ شما اگه تیمسار ارتش باشی یا رنجر باشین، در هر جای دنیا برین اصلا اونیفورم هم ازتون بگیرن، تواناییشو دارین. ما به عنوان مشاور در دبی، در واشنگتن، در حتی در چین هم من رفتم، نه به عنوان وکیل در چین، نه به عنوان وکیل در آمریکا، بلکه به عنوان یک شخصی که بالای 30 سال در کار حقوقی بوده و تجربه هایی که با دو تا دکترایی که من گرفتم، تجربه فقط کاری من که علمی هم هست و شاید کتابه منو تا نمیدونم تا چند شما آشنایی داشته باشین، همش در حال تحقیق هم هست. یعنی دادگاه های مختلف و در کشورهای مختلف مقایسه میکنم و در این دادگاه جدید، برای اینکه یه ذره بخندین، این آقای وکیل مخالف که در واقع باید این پرونده رو مثل آب خوردن میبرد، چون این ماجرای مهری خب هر خانمی وقتی که یک عقدنامه‌ای داره وزیرش امضا شده، در واقع حرف دو دقیقه هستش که بتونه مهریه رو بگیره. 4 ساله که من وکیل هستم و تونستم جلوی این نابرابری رو در این پرونده بگیرم و در روز آخر کار جالبی کار اینه که خود قاضی هم میدید که این نابرابری، خود قاضی میدید که این خانم در ایران هم حکم گرفته، داره دفعه دوم اینجا میگیره، ولی دستش از لحاظ حقوقی در آلمان بسته بود. حالا من میخوام این سوالو بله آقای ایران بابی، با توجه به اینکه بله فقط اینو جواب بدم، من در لحظه آخر کار که قبل از اینکه تو بخواد تصمیم بگیره به دادگاه گفتم من یک سوالی دارم، خواهش میکنم وکیل مخالف بیاد و مدرک وکالتشو که کارت وکالت هست به ما در دادگاه نشون بده، چون هر وکیل باید این کارت همراهش باشه، که نداشت و قاضی لحظه آخر کار چند مدتی جلوگیری کرد و حکم صادر نکردش. یعنی خود وکیل رو زیر سوال بردیم. بله یه سوالی شدم دیگه، من مجبور شدم تکنیک مقول معروف یه تکنیکای مخصوص رو به کار ببرم و چون که کارت وکالت داشت دادگاه به وقت داد و در جلسه آخر کارم که اومده بود که 10 دقیقه دیر رسیده بود به هر علتی، بازم یادش رفته بود و حالا
مهم نیستش که مهلی من ببرم یا نبرم، مهم اینه که اون وکیل بدونه که برای عدالت ما راه‌های مختلفی داریم و میتونیم به نتیجه برسیم. بسیار ممنون. اینجا توی آمریکا مثلا اگر توی یک ایالت که چه عرض کنم، حتی توی یک منطقه‌ای مثلا توی فیرفاکس کانتی یک قراردادی بسته شده باشه، چون شما بیشتر روی کلمه قرارداد تکیه کردید، بعد طرف بره تو دادگاه الکساندریا شکایت کنه، این شاکی یا اون که به اصطلاح متهم هست و اینها میتونه بگه که این قرارداد توی این منطقه بسته نشده و به همین خاطر توی این منطقه نمیتونه دادخواهی کنه یا تو دادگاه باشه. چجوری قراردادی که تو ایران بسته شده و قرارداد شرعی هست، دولت آلمان اجازه میده که توی یک ایالت دیگه، اینجا جوریسدیکشن چی بهش میگن، توی یک محدوده قانونی دیگه اون قرارداد بیاد و به اصطلاح مورد دعوا و دادخواهی قرار بگیره؟ این نه، این نه جوابشو مگه کجا بده؟ بله، این نقض آلمان نیست. بله بفرمایید. جواب میدم خیلی محدوده، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم برای شنوندگان یا بینندگان شما. ببینید، این حرفی شما میزنید کاملا در آمریکا درسته و آمریکا معمولا قراردادهای خارج رو قبول نمیکنه و حتی در داخل خودش هم بازم بین ایالت ایالت مسئله داره. ولی فرانسه و یا آلمان و یا کشورهای خیلی کشور اروپایی باز هم قراردادهای کشوری بومی خود و اون مردم رو قبول دارن و به این نحو احترام میذارن. این یک نوع احترام به اون کشوره، به مردم اون کشوره، که ما قراردادهای شما رو قبول داریم. ما چند مدت پیش پرونده‌ای داشتم که مال دو تا سوریه‌ای بودن. این دختر 14 ساله ازدواج کرده بود با یه آقایی که 18 سالش بود. از دید قانون آلمان این ازدواج غیر قانونی 100%. ولی باز هم در اینجا طبق همین قانونی که هست باید دولت تصمیم میگیره این آیا عقده که انجام شده میاد حمایت قوانین خانواده به این میخوره یا نمیخوره. حالا شما جوابشو میتونید بگین، یکی میگه بده یکی میگه خوبه. این کار ما نیستش که کلی تصمیم بگیره. من نه سیاستمدار هستم نه میخوام هم باشم، بلکه من به عنوان وکیل اون شخصی که موکل منه، اون دختر 14 ساله از من میخواست که با این مرد 18 ساله که تنها کرد با هم فرار کرده بودن با هم دیگه باشن و هیچ کسی دیگه تو زندگیش نه و در اون کشورش هم به عنوان شوهر خودشون حساب میکردش. و این که بخوایم بگیم که آقا هر 14 ساله در هر جای دنیا مثلا اجازه نباید داشته باشه ازدواج بکنه، لااقل در این کیس میدونستم که این دختر اگه با این نباشه هیچ کسی رو نداره و با هم دیگه فرار کردن، خونهشون بمباردمان شده بود. جواب شما دوباره برگردم، در کشورهای پیشرفته و نه کشورهایی که خودشون بالاتر و برتر حساب میکنن مثل بعضی ها که خود منظور من رو متوجه هستین، احترام میذارن به قوانین کشورهای دیگه و ما این احترام رو نباید ازش سوء استفاده بکنیم. نباید بیایم با کلکایی که به هر حال به کار برده میشه، قرارداد عقد رو که میبندن، اگر بخوام پایه قرارداد مهریه رو نگاه کنیم، برابری نداشتن حق طلاق، حق سرپرستی بچه برای مادر یا نداشتن حق کافی ارثی هست. برای همین ما این سیستم به مهریه رو داریم. ولی در کشور اروپایی که همه چیز داره شهر، همه حق رو به خانم میدن، خب این نابرابری هستش که نخواد انسان یه مقداری انصاف داشته باشه. بسیار ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم شما بتونید با همین گفتن ماجراهایی که برای شما اتفاق میفته دیگران را آگاه کنید. باز آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشته که هموطنان ما همون مبلغ مشاوره را نمیخوان بدن که سراغ وکیل نمیرن، ولی وقتی کار خراب شد حاضر هستن چقدر خرج بدن یا به قول شما چند برابر اونو خود خرج کنن و خودشون رو نجات بدن. ممنونم از شما آقای ایران بود. موفق باشین. یادتون باشه وکلای مستقل برای هر کشوری حق شهروندی هستش و به عنوان سفرهای آزادی و حق شهروندی شروع به کار کردن و این کار عدالت یک هدیه الهیه و کسی که بخواد با وکلا در هر کشوری به اسم خدا بجنگه، خودشون دارن بی‌عدالتی و به اسم خدا نابود میکنن، مخصوصا وقتی وکلا رو در زندان میکنن برای اینکه دفاع از موکلشون میکنن. درود بر شما و تمام همکاران و بینندگان شما. ممنونم از شما. آخر هفته خوبی داشته باشید. همچنین. روز شما خیلی ممنون.
دوستان عزیز یک بار دیگه فیسبوک آقای دکتر ایران بومی رو نشون بهتون میدم و خیلی جالبه، ایشون روزهای به اصطلاح مهم رو هم دنبال میکنن، مثلا امروز روز جهانی حمایت از قربانیان و فلایرها یا پوسترهایی که درست میکنن خیلی معنی داره. خیلی خوشحالم که آقای فرزام هم این هنرمند خوبمون واقعا که هم ویالون قشنگ میزنن هم میخونن و وقتی یه مجلسی ایشون باشه دیگه شما از لحاظ راضی بودن مهمونها هیچ نگرانی ندارین. من چندین بار برنامه‌ای در واشنگتن بوده و ایشون آمدن دیدم که چقدر مجلس رو قشنگ گرم میکنن و مهمه که طرف بتونه مردم رو به شوق و شادی و وجد بیاره و از این بابت ممنونم که ایشون شادی رو به خونه ایرانی ها میبره. خب شما هم اگر سوالی، صحبتی، نظری دارید یا با خود دوستان مستقیما تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم که هم شماره تلفنش رو الان بهتون نشون میدم، هم ایمیل اینجا usa.sorbi@gmail.com یا usa.sorbi@gmail.com. من سعی میکنم چیزها رو آسون کنم. بارها بهتون گفتم به یه نفر میگیم آدرست چیه، میگه مثلا من فامیلیم زلکتاف اندرلاین خط فاصله از شیخ علی چوپان در gmail.com. میگم قربونت برم، این هر کدومش باعث میشه 100 تا اشتباه ما بکنیم. USA اشتباهی نمیتونی بکنی، نقطه نقطه از سوربی هم دیگه از این ساده تر نمیشه. در صورت ممنونم، آقای غلام حسین مصباحی هم با ما هستن از آفریقا و این وقتی ما میگیم تلویزیون جهانی بی خود نیست، از کالیفرنیا، از آفریقا، از این ور اونور. ضمناً دیدم که آقای مرتضوی یک کتابی سالها نوشته بودن، این بار کتابه رو به یه جوری دیگه، شاید مثلا حالا چاپ جدیدش هست و اینا، در رابطه با چه چیزهایی در آمریکا یاد گرفتن و جالب بود که ایشون مثلا توی اون کتاب میگه که ما تو آمریکا یاد گرفتیم آمریکایی‌ها ماشین بزرگ دوست دارن، ساندویچ رو با قاشق چنگال تیک تیکه نمی‌کنن که خیلی شیک بخورن، همچین دهنشون رو باز کنن، همبرگر رو میگیرن دستشون و خوراک‌ها خیلی بزرگه، اینجوره اونجوره، خونه‌ها نسبتاً به اروپا بزرگتر و اینها. و ممکنه هفته آینده چهارشنبه با ایشون یه مصاحبه داشته باشم. بله ممکنه شما بگی آقا مگه همین جلیل مرتضوی نبود که با آقای سیامک، کیه فامیلش، خدایا سیامک ستوده، نه اصلا این دوستان وقتی دو سه هفته میرن دیگه فامیلشون یادم میره، به شما بد و بیرا نگفتن، اب نداره آقا، تو فامیل، تو دوست هم بعضی وقتا دعوا پیش میاد، ناراحتی پیش میاد و ماها خودمون پدرکشتگی که با هم نداریم. تازه اینایی که با هم پدرکشتگی دارن، طرف باور کن وقتی این فیلم ها را آدم میبینه اصلا اشکش در میاد، طرف پسرش رو یه نفر زده کشته، مادر اون که کشته شده میره ملاقات اون تو زندان و میره به مادر اون دلداری میده، اینجا طرف نمیتونه رضایت بده آزادش کنه چون این جرمای اینجوری مثل جرم دیه بدن و اینا نیست، ولی ماها بدونی که قتلی انجام شده باشه و اینها بعضی وقتا میخوایم تا مادام با هم قهر باشیم. من این اخلاق گذاشتم کنار، هرچی هم دوستان مثلا یه وقتی عصبانی هن، یه وقتی ناراحت هن. خب مثلا این دوستمون آقای چیز راجب شهبازی بود، من گفتم آقا شما که میخواید راجب یه نفر صحبت کنید اقلن یکم تحقیق کنید، خانواده آقای شهبازی اینجا تو فرفکس هست، پسراش اینجا هستن، دخترش اینجاست، دامادش اینجاست، خب یه زنگ بزنید بپرسید، چهار کلمه بنویسید که این همه اشتباه توی برنامه نیم ساعته نباشه. حالا که ما اینو گفتیم شدیم کفر ابلیس، شدیم پیراهن عثمان، شدیم پیراهن یوسف یا هر چیزی که شما میگی. در صورت فرخ هم میگه که by mistake I married through engagement with my ex-wife only because I trust her mother and she got green card in 3 months but when she was pregnant she said she... بله آقای فرخ هم میگه که ایشون اشتباهی ازدواج کرده، این به اصطلاح
through engagement و arrangement. فکر کنم arrangement منظورش اون ازدواجاییه که پدر و مادر این میگه آقا این دختر خوبیه، سفارشی پستش میکنن یا عکسشو میفرستن، اونم از رو عکس حالا یا عاشق میشه یا میگه حالا پدرم چند سال دیگه بیشتر زنده نیست، بذار ما زن بگیریم، اگه خوب بود نگهش میداریم، خب اگه بعدم بود طلاقش میدیم. ولی همچین که میخواد طلاق بده، یادم فرخ خیلی درد سر داشت. سوربی that I had a lot of mistake. Sorry that I had a lot of mistake. میگه که ببخشید که من به اصطلاح اشتباهات زیادی دارم. حالا نمیدونم اشتباهاتش توی انگلیسی نوشتنش منظورشه یا توی زندگی. توی انگلیسی نوشتن رو میشه زیر سیبیلی رد کرد، ولی توی زندگی رو باید ازش تجربه گرفت و برای امروز و آینده از تجربیات گذشته استفاده کرد. بریم سراغ پتیک. پتیک عزیز که هم یار و یاور تلویزیون مردم هست و هم با نوشته‌هاش هم با پیاماش واقعا کمک میکنه. اولین پیامش رو ساعت 10:53 شب گذاشته. نمیدونم 10:53 شب به وقت ما یا 10:53 شب به وقت کالیفرنیا، چون ایشون کالیفرنیا است، ولی اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما با هم بشنویم و ببینیم ایشون چی میگه در رابطه با اون مقاله‌ای که خونده. آقای پتیک مهدسیان از کالیفرنیا، ایشون هندیمنه، یه مدت هم آگهیش تو تلویزیون مردم بود و متاسفانه پسر یکی از اونایی که میگم من پسر تیمسار فلانیم به ایشون چک بد داد، پولش رو خورد. حالا من باید در رابطه با چک بد یه دفعه با وکلای اینجا صحبت کنم، برم سراغ آقای کامران نیاکان ببینم کسایی که به این و اون چک بد میدن و اینجا میدونن چون زندان نمیرن یل یل میچرخن و میگردن برای خودشون. یکیش همین آقای بیژن سفسری بود که آمده بود هر جا رفته بود بدهکاری و قول و قرارداد و اینها، و خوشحالم که آخر کامران نیاکان رفت یه گوشمالی بهش داد، درس خوبی بهش داد. ولی پیام پتیک رو با هم بشنویم. کاکوت رو سلام، پتیک هست. آقای آریان پوک در وبلاگ مورخ 3 جولای خود نوشته گفتگو با دریا سالار کمال حق‌اللهی رو که در آذرماه 1363 توسط ضیا صدقی در دانشگاه هاروارد انجام شده گذاشتن که مطالب جالبی دارد. این نوشته که در 18 بند و بالغ بر 152 سطر می باشد، در بعضی از جاها کمی نیاز به توضیح بیشتری دارد. من طی 2-3 ساعت مطالعه روی این مقاله مطالبی استخراج نمودم که شاید برای شنوندگان و آیندگان قابل بحث باشد. ضمناً اعلام می‌دارم که هیچ گونه اطلاعات سیاسی، ارتشی، اداری ندارم و ادعایی هم ندارم. بند ششم. دریا سالار حبیب‌اللهی در صدارت ازهاری سرپرست 3 وزارتخانه مهم می شود: وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت فرهنگ و هنر و کارهای اداری. بند هفتم. در یک نشست هیئت دولت که رسیدگی به مالیات ها بود، پس ایشان در وزارت اقتصاد و دارایی هم بوده است، من عصبانی شدم، منظور حبیب‌اللهی است، و گفتم ما نیامده ایم تا اقتصاد را درست کنیم، ما یک وظیفه نظامی داریم که امنیت است. در 2 صفحه پایین تر اشاره می کند که انحلال مجلس در هنگام دولت نظامی ضروری، در حالی که ازهاری از مجلس رأی اعتماد می گیرد. در پایان بند می گوید چرا فرماندهان تصمیم نگرفتند ولو بر علیه شاه، شما چرا خود شاه را در کاخش بازداشت نکرد؟ با احترام یا هر وضعی، چون مملکت بالاتر از هر شخص. بند دوم. در مورد دستگیری شماری از وزرای سابق که احتمالاً به تصمیم شاه بود اضافه می کند موافق است، اما باید 10,000 نفر باشند. به که می گوید همچنین خیانت و همدستی قره‌باغی با فردوس را مردود می داند. آیا مدرک رای می دهد؟ بند 12. قبل از شروع جلسه با هایزر تصمیم گرفته شد که 3 تقاضا از دولت آمریکا مطرح شد: جلوی بازگشت خمینی گرفته شود، 2 بی بی
اضافه شوند. سه، دولت فرانسه جلوی تبلیغات خمینی را بگیرد. حبیب اللهی میگوید که خمینی باید ترور شود. هایزر میگوید چرا خودتان نمی‌کنید؟ میگوید ما سازمان نداریم. سپس حبیب اللهی به مقدم رئیس سواد رو میکند و میگوید دو نفر بدهید من انجام دهم و مقدم میگوید ندارید. بله، این 3 دقیقه اول تموم شد. پیامگیر ما 3 دقیقه شما صحبت کنی قطع میکنه. حالا دوباره لطف کرده زنگ زده و پیغام گذاشته و ببینید این ماجراهای تاریخی رو وقتی که نخونیم همینجوری ازش بگذاریم، در رابطه با نخوندن و اینها، این کاری که پتیک میکنه اون قسمت پرورشی که من به شما گفتم. اگر یک ملتی کتاب کم میخونه، خود بنده کتاب کم میخونه، باید نگاه کنن اونایی که دستن در کار هستن ببینن این ملت چی دوست داره. الان ثابت شده مردم ایران دوست دارن غیبت، افشاگری، دعوا، ویدیو، فیلم نگاه کنن. یعنی به زبان ساده این تعزیه گرفتن تو فرهنگ ما جا افتاده. اینی که ما داشتیم میرفتیم مدرسه میدیدیم عباس بیگناه وایساده بود، نمیدونم پرده زده بود، نمایش میداد، یادمون میرفت داریم میریم مدرسه، وای میسادیم نگاه میکردیم، از بچگی تو مغز ما هست. حالا چجوری آلمان میاد از این استفاده میکنه؟ شما با اون همه دانشگاه های آلمان، با اون همه مدارس آلمان، با اون همه آموزش آلمان، شب شما رو پرورش میده، یادتون میده که چجوری رانندگی کنید، چجوری جلو این نپیچین، چجوری جلو اون نپیچین. اون وقت توی ایران ما رو به یاد خدا ول کرده بودن، بعدم فکر میکردن هر کسی یه دیپلم داره این خود به خود پرورش هم دیده. نه آقا، این یه درختیه که بزرگ شده، اون قسمت آموزشش بزرگ شده، ولی نه سایه درستی داره نه میوه درستی داره. اون قسمت پرورش اینه که شما برید یه مزرعه‌ای که شراب درست میکنن، ببینید درخت رز یا درخت انگور مثل درخت انگور تو خونه بابا بزرگمون نیست، شاخ و برگ داشته باشه، 4 تام انگور ازش آویزون باشه. یه درخت باریک اومده بالا، اینو گذاشتنش روی سری سیم مثل سیم برق و این بیچاره هی داره انگور درست میکنه. این اون قسمت پرورشه، پرورشش دادن اونجوری که خودشون میخوان. من یه دفعه یه جایی بودم، یکی گفت آقا شما رئیس جمهور میشی؟ گفتم نه آقا، من نه درسشو خوندم، نه پدرسوختگیشو دارم، نه عشق و علاقهشو دارم. باید عشق و علاقهشو داشته باشی که یا خدمتکار باشی، یا عشق و علاقهش داشته باشی بری دزدی کنی، یا پدرسوختگیشو داشته باشی، یا واقعا درسش خونده باشی. اینجا علوم سیاسی ما داریم، پولیتیکال ساینس، میری درسشو میخونی، دکتراشو میگیری، لیسانسشو میگیری، فوق لیسانسشو میگیری. بعد گفتم ببین شما اگه به من بگی شهردار یه جمع باشه من نمیشم، برای که باید اینا رو آموزش و پرورش با هم دیگه. من حاضرم تو قسمت پرورش در ساختن ویدیو، در نشون دادن. من امروز میخوام راجع به این از جاده اومدن بیرون و رفتن و اینا، شما این مسئله رو داشتید، یه جایی میخواییم بیان بیرون، شما رعایت میکنید، چون خط منقطع نیست یا خط پیوسته هست روش رانندگی نمی کنید، میایین تا برسید به خط منقطع که برید اون وقت. دلیل داره اینی که خط رو یه تیکه کرده، برای که دید نداره، برای که میخواد سرعت بگیرید اونجا با سرعت جاده یکی بشید. ولی عذر میخوام اینو میگم، ممکنه مثلا خود منم الاغی باشم که پشت سر شما هستم، یه الاغی پشت سر شما هست، شما میخوای از این جادهی که مرج کرده بیای بری تو جاده اصلی، اون کرخر قبل از شما میاد این ور، حالا که میاد این ور میبینه شما جلوشی، ولی پاشو میذاره رو گاز. خب شما باید بری کجا؟ شما باید بری تا بخوری به این میلای چی بهش میگن، گارد ریل کنار جاده. راننده ما داشتیم چند سال پیش، آمریکایی، این کاری کرده بود. بعد با افتخارم به من میگم مستر سوربی حق با منه. این دختر خانمه با گفتم ببین قانونن حق با توه، ولی عقلن مورالی تو احمقی.
این دختره 18 سالشه، باباش تازه براش ماشین خریده گذاشته تو جاده، توی احمق 40 سال داری روزی 15 ساعت رانندگی میکنی، تو هستی که باید بفهمی به این را بدی بیاد. نه اینکه اینو برای اونایی میگن که مثلا شما تو جاده اصلی هستین، بله داری حالا سرعت 55 شما هم 80 داری میری، اون بدبخت خدا زده ای که این پیچای آمریکا اینقدر افتضاح مثل آلمان نیست که شیب جاده رو جوری درست کرده باشن شما بیاد با 30 مایل میاد حالا میخواد گاز بده، ماشینش هم یه فورد 4 سیلند ماشین کوچیک آمریکایی رو بنداز سطل آشغال، یا یه جیپ مثل مال من 2.4 لیتر، حالا نمیدونم چند تا اسب داره، این اسبا هم یا قاطر خوبه، این اسبا هم مردن از بیکاه و یانجگی. anyway این هرچی گاز بده اون وقت ما کامیونایی داریم که 600 هورس پاور، من به داداشم میگفتم میگفتم آقا 600 هورس پاور با یک اولا شما گذاشتی، خب این جمع بزن نمیشه کنترلش کنی که. تو فیلم های بنهور و اینا نگاه کنی 4 تا اسب رو میبستن به یک عرابه، یه نفر که اون بالا وایستاده بود این سالها تمرین کرده بود که این عرابه رو چجوری این 4 تا اسب رو، اما 600 اسب بخار رو میدیم به یک خربی بخار، میگیم شما برو تو جاده، 130 هزار دلار کامیون، برو هی اینو اونو بزن، هی بیمه مارم ببر بالا. این بود که من اصلا اومدم بیرون گفتم آقا یا این منو میکشه دقمر میکنم یا من اینو میکشم عصبانی میشم. اینم از آقای فرهاد زمانیان میگه سوربی جان اینجا خیلی سخته گرفتن برنامه شما، فیلتر شکن از کار میفته و قطع میشه. ببین آقای فرهاد، شما که ماشاءالله دستت به کار هست، پول در میاری و اینها، خب وقتی شما اون روز اینو گفتی ما فوری اومدیم برنامه رو به صورت آدیو با حجم کم برای شما فرستادیم، شما نگفتی جواب که به به این مدل خوبه سوربی جان، همین کارو بکن، منم به نوبه خودم ماهی 1 دلار کمک میکنم. آقا همه مفتخوری، بابا همه مفتخوری، اگه مفتخور نبودیم همین خانمی که من فکر میکنم همون خانم دوستمون باشه، 40 سالم بیشتر میشناسیمشون اینها، نمیرفت دنبال حمزه پور، همش از مفتخوری سرچشمه میگیره. خب من چه کار کنم برای شما آقای زمانیان؟ شما در ایرانی، ایرانم دیکتاتوری کنترل فلان، من چه کار کنم که فیلتر شکن شما اونجا کار نمیکنه؟ واقعا از خودتون سوال کنید. دوستان این برنامه جادجودی رو نگاه کنید، دیروز یه جوونی، حالا در رابطه با ماشینم بود، این جوونه گفت من اومدم خط عوض کنم زدم به ای، گفت خودت بیا اینجا پلو این تابلو، گفت این آقا از خطش کج موبت شد، گفت نه، گفت سرعتش کم و زیاد شد، گفت نه، گفت تو چرا اومدی تو خط این، گفت من برای که رسیدم به اگزیت دیدم ای وقت ندارم اومدم تو خط این، گفت خب حالا اگه تا جای این باشی این جای تو باشی تقصیر کیه، گفت تقصیر اینه، یعنی تقصیر خودش، من مادر احمقش باهاش اومده بود، مادره اینجوری میکرد. جادجودی بهش گفت که ببین اینجوری متعجب نگاه من نکن، بچت آدم خوبیه، داره میفهمه اشتباه کرده، تو هم بیچاره 3000 دلار خسارت بده، حالا پول جادجودی هم این کیسا رو فکر کنم خود دادگاه میده، ولی از این 3000 دلار تجربه بگی که این فعلا کاپوت ماشین خراب شده و بغل ماشین خراب شده کشته نشه. ما اشکالمون اینه که مفتخوری، ما تجربه کسب نمی‌کنیم. این و الا آقا ما برنامه رو که میساختیم آدیوش هم میذاشتیم، شما ربع ساعت بعد از برنامه آدیو رو با سرعت با 8 کیلو، این حالا ممکن اصلا واحدا به کار شما نخوره، میتونستی گوش بدی بفهمی، میتونستی برای دوستات بفرستی. آقا نه کسی برای کسی میفرستاد، نه کسی گفت دست درد نکنه ما 1 دلار میدیم. خب آدم به چه دل خوشی، اون وقتا جوکای بود میگه آخه به این راه نزدیکه، به این پول خوبه، یا یه چیز دیگه میگفتن. ببخشید این همه این جوکا و ضرب المثلا، ما که نیومدیم جوک مریخی رو بیاریم اینجا، جوک مال خودمونه، حالا یا مال شیرازه یا مال تهرون یا مال ایرانه، درسته؟ میگفت ببخشید، میگفت طرف خیلی خوشچوسه که دم در به اصطلاح دم بادم میشینه یا دم درم میشینه. آخه پیام های پتیک، ببخشید آقا پتیک، بفرمایید.
سپس حبیب اللهی به مقدم رئیس ساواک رو میکند و میگوید دو نفر بدهید من انجام دهم و مقدم میگوید نداری، تمام سازمان متلاشی شده، دو نفر در کل سازمان وجود ندارد. بند 14. حبیب اللهی طرح کودتا را به شاه میگوید، چه زمانی، و شاه هم اجرای آن را مشروط به همراهی نیروی هوایی دانسته است. بند 15. از مذاکره مشابهی که سپهبد بدرهی با شاه داشته خبر میدهد و هشدار شاه که کاری نکنید مگر آنکه برای یک ماه سوخت داشته باشد. اما ارتش سوخت نداشت. نیروی زمینی که دنیا را به وحشت انداخته بود دو روز سوخت داشت و نیروی هوایی یک ماه. بند 16. یک هفته پیش از خروج شاه از کشور، ربیعی نامه خلبانان را در جلسه به بحث گذاشته که گفتن در جنگ میهنی درگیر می شدیم اما در جنگ خیابانی علیه مردم خیر. بند 17. سپهبد حاتم می گوید از اول ارتش نباید خودش را درگیر این مسائل کند. فرماندهان نیروی زمینی می گویند روی این نیرو حساب نکنید چون دیگر نیروی باقی نمانده است. متشکرم. خب ببینید دوستان، اونایی که میگن شاه نمیخواست از دماغ کسی خون بیاد، شاه اگر وسیلش داشت، اگر افرادش داشت، اگر آدماش داشت، اگر سوختش داشت، از بشار اسد هم بدتر وای میستاد و پدر مردم در میآورد. خودش فهمید چه کثافتکاری کرده، چه خرابکاری کرده توی 37 سال گذشته و چه آشغالایی رو دور خودش جمع کرده. این بود که مریضم که بود بلند شد رفت. اجازه بدین من از خانم گلنار، چه اسم قشنگی، یادتون اون وقتا یه صابونی بود، صابون گلنار، من عکسش هم یادمه، عکس اون صابونم یادمه، بله، گلنار نگارستانی نوشته، با فنگلیش نوشته، فارسی یا انگلیسی قاطی نوشته، من همه برنامه‌های شما رو فوری بعد از تمام شدن روی توییتر و فیسبوک شیر میکنم. من از شما هم ممنونم هم ازت عذر میخوام به خاطر اینکه شما به من اطلاع ندادی. من فکر کردم که واقعا همه همینجورن، چون آقای سم نوشته، سعید نوشته، سوربی تو درست میگی که ما نسل گذشته، نسل قبلی میترسیم شیر کنیم. من یه چیز منفی میذارم 300 تا فلان میگیره، ولی یه چیز مثبت که میذارم دوتام نمیان نگاه کنه. دیروز با آقای انصاری میگفتم، گفتم حالا بعضیا میگن این امید دانا، این مثلا ویدیوش 10000 تا میگیره، اینا دروغ میگن، پول میدن. یه دستگاهی هست عین یه نفر نشسته نوک میزنه اینجوری کلیک 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 میزنه که یعنی ما دیدیم، در اصل که یه نفره، یه پول میدن 50 دلار یه چیزی میخرن. اولایی که AOL آمریکا آنلاین اومده بود یادتونه شما میرفتی ببخشید دستشویی و بیای قطع شده بود، بعد یه چیزی میفروختن به اسم کلیکر. این آمریکایا هر چیزی که ریموت و اینا که تکون میخوره بهش میگن کلیکر، چون صداش کلیک 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 میکنه، و اینو شما میخریدی میذاشتی دیگه قطع نمیشد، چون آمریکا آنلاین میگفت که یه پاپ میفرستاد که الان مثلا 30 ثانیه هیچ کاری نکردی، چیه، رفتی توالت، تو اگه رفتی توالت ما میخوام قطع کنیم بدیم به یکی دیگه. اون کلیکره کلیک میکرد. حالا برای این کلیکراش گذاشتن یوتیوب میبره بالا. یادتونه این خانم مسیح علی نژاد آزادی های یواشکی یه دفعه یه شب 250,000 نفر اومدن، بعد معلوم شد آقا فیسبوک از شما پول میگیره برای بابا توی حبشه، برای بابا توی نیجریه، برای بابا توی نمیدونم کجاست میفرسه، اونم کلیک میزنه ببینید چیه، بله شمرده شده 250,000 تا. ولی این 250,000 تا 500,000 تا آزادی یواشکی چی شد و چقدر اینا واقعا همکاری شد با آخوندا؟ چه آزادی یواشکی؟ اگه آزادیه که آزادی یواشکی نداریم، مگه ما تروریستیم که میخوایم یک کار خلاف انجام بدیم و یواشکی؟ آزادی باید با افتخار با صدای بلند باشه. این پیام سوم پتیکم بذارید من پخش کنم ببینم همین بود.
بله، پتیک وقتی یک کتابی رو میخونه یا وقتی یک ویدیویی رو میبینه، دیدید گفته بود 170 خط، اینقدر نمیدونم شماره، همه اینا رو که میگه بهش میگم تو منو به تعجب میندازی چجوری مغز این همه و دقت و یادداشت و ردیف فلان خط فلان. ممنونم ازش. کاکو جان سلام، پتیک هستم. یک مطلب در مورد دریا سالار حبیب اللهی از قلم افتاده. آن این است که دریا سالار حبیب اللهی که پیشنهاد ترور خمینی را میدهد، بعد از انقلاب برای پرسجو به ستاد احضار میشود. حتی خود او چمدانش را برای اسارت بسته بوده، لذا دستگیر میشود، اما به دلایلی که خود نمیگوید آزاد میشود. گویم سرلشکر خرنه ضامن او شده است. متشکرم. در صورت ممنونم. این قرنه یک کتابی نوشته بود مانند مثل برف ها آب می شویم. آقای ایرج برای من کپی گرفته بود فرستاده بود، من تو برنامه هام سال 2001 می خوندم و باید می دیدی بابا چه فاجعه ای بوده. اصلا این ماجرای ترامپ هست که میگه من بهتر از همه چی می دونم. میگه اگه من رئیس جمهور نبودم الان با کره شمالی جنگ بود. یکی بهش میگه آخه اولا اگه تو رئیس جمهور نبودی نمیمدی به اینم بگی نمیدونم راکت من، نمیمدی به این بگی داره خودکشی چیز میکنه منم میخوام کمکش کنم. حالا هم که تازگی اومده گفته میخوام به ونزوئلا حمله کنم، حمله نظامی به ونزوئلا. ونزوئلایی که مردمش الان از لحاظ اقتصادی چنان ذلیل هستن، ایشون هم بخواد بره حمله نظامی کنه. عجب دیوانه هایی واقعا. و جالب اینه اونایی که طرفدار این شارلاتانا، این عقب افتاده ها، این بی سوادای سیاسی هستن، همه فکر میکنن اینا نابغه هستن. این شاهی که دیپلم نگرفته چنان دست میکرد اینجا تو آسینش را میرفت که همه فکر میکردن این نابغه هست، این همه چی رو میدونه. ماشالله از پشکل تا بمب اتم رو میشکافه، بعدم دیگه نمیدونه با چی کارش کنه. اون اتم وقتی بهش کافی دیگه منفجر میشه. بله، بازم ممنونم از خانم گلنار. آقای فرهادم میگه کاملا درسته، حق با شماست. من ممنونم، همین که شما نشون میدی که آقا انتقاد پذیری، این بزرگواری شما رو میرسونه. شما اون روز وقتی من برای شما نشستم ویدیو رو تبدیل به آدیو کردم، درسته آقا برای من وقت آنچنانی نمیگیره، ولی این خانم تناز الان داره زنگ میزنه. تناز همون آقایی که زن شده، بعد میگه اگه میخواین انقلاب کنید فقط برید بکنید، آخونده رو بکنید. ایشون حالا داره زنگ میزنه به من. خانم تناز، بنده با شما نه کاری داشتم، نه کاری دارم، نه کاری خواهم داشت. شما ببخشید، نمیخوام توهین بشه به اینایی که جنسشون رو عوض میکنن، جنس زن میشه مرد، مرد میشه زن، اونا رو من وارد نیستم، ولی شما اشکال دارید. آخه این فیلمایی که گذاشتی همه ایرانیایی که اومدن دیدن مسخرت کردن، همه گفتن شما اشکال دارین، بعضی هم دلشون براتون سوخته. مرد بودی شدی زن، مبارکت باشه، برو بده، برو هر کاری دلت میخواد، دوست پسرم داره میاد، میخوام رون بدم فلان بدم. خب به ما چه؟ این جیگوردلیدی حرف خوبی میزد، میگه آقا به من مربوط نیست تو گی هستی، چه جوری میخوای انجام بدی، چه جوری میخوای بدی، چه جوری میخوای حساب کنی، ولی هی نیاد بکنیش تو سر چشما. والا به خدا. بله، ریترن کال. نه خانم، بنده نه کالی به شما ریترن میکنم نه چیزی. دوستان عزیز، آقای احمدعلی مسعود انصاری هم اینجا هستن، ممنونم. داشتم راجع به تعداد بیننده ها و ویدیو ها و اینا میگفتم، و ویدیوی ایشون روی فیسبوک خودشون هست، روی فیسبوک مردم تیوی هم هست. اتفاقا به ایشون گفتم شما هر وقت روی فیسبوک خودت میذاری یه ندایی هم به من بده، هفته یه بار ما هم اینجا میذاریم و اینجوری مردم میفهمن که منبعش اونجاست، با خود شما بیشتر آشنا میشه. ضمناً اون روز آقای پتیک سوال کرده بود که چرا آقا شما هر وقت میخوای بگی آقای انصاری میگی آقای احمد علی مسعود انصاری. گفتم برای که انصاری ها خیلی زیادن، این هوشنگ انصاری، مسعود انصاری خیلی داریم، یکی و دوتا نیستن، ولی وقتی میگیم احمد علی مسعود انصاری اینه این که حالا خب خیابون زن، بعد میگیم خیابون لشکری، بعد میگیم دوراه فلان، هی اینجوری نشونی میدیم تا برسید در خونه
اصلی، و ایشون یک کتابی نوشته که الان میریم با هم دیگه این کتاب رو آگهیش رو میبینیم. شما هم اگر آگهی کتابی نوشته باشید، برنامه داشته باشید، میتونید آگهیش رو از تلویزیون مردم پخش کنید. و بارها به شوخی گفتم ما اینجا مثل دیگران نیستیم که دست و پای شما رو قطع کنیم، همون یا دست یا پا رو قطع کنیم برامون کافیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می‌کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا میباشد که شامل مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است: 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بسیار عالی، اجازه بدید من این توضیحات رو اینجا یه بار بذارم ببینید. ضمناً سعید میگه که متشکرم که به این جانور به اصطلاح اجازه نمیدی از میکروفون تلویزیون مردم استفاده کنه. منظورش همون خانم یا آقای مثل که اسمش محسن بوده، حالا اسمش گذاشته تناز، که نه نازی داره نه تنازه. و همین جانوری که نمیدونی مرد زن دیوانه روانی. و جالب اینه آقای سعید خان اول میخواد زنگ بزنه صحبت کنه، حالا که گفتم من با شما صحبتی ندارم آمده فوش نوشته، بذارید بهتون نشون بدم. و دوستان ببینید اینا واقعا چه جانورانی هستن، و اینا لازم نیست مزدور آخوند باشن، اینا انقدر احمقن که مجانی برای آخوند کار میکنه. یعنی آخوند فیلم اینو فردا میذاره، بعد ایرانی ها وقتی نگاه میکنن یا مثل این فیلم های مجاهدین هست میذارن مردم، الان برید ببینید چه خبره. من نمیدونم این گلن ترشیزی و آقای رضا مشایخی نمیبینن آقا یه جا که شما میرین از 100 نفر 99 نفر فوشتون میدن، یه نفر تمجید میکنه، اونم اتفاقا خودتون هستید به یه اسم دیگه. و شما اینجوری میخواین برید ایران؟ خدا شاهده یه نفر چند سال پیش اومده بود اینجا، توی این تعمیرگاه دوستمون علی آقا بودم، گفتم آقا ایران چه خبره چیزایی که ما اینجا، گفت آقای سربی به خدا روزی که این مجاهدین یه اسمی از خودشون صدا میدن فوری جمهوری اسلامی کوچه ها رو نشون میده، جنگ ایران و عراق رو نشون میده، خیانت های اینا رو نشون میده، مردم میگن اینا رو ما با چنگ و دندون تیکه تیکه میکنیم، لازم نیست چاقو و تفنگ داشته باشیم.
اینه که من هی با آقای ترشیزی، با آقای فیلابی، با آقای رضا مشایخی میگم آقا ملت بی صبرانه منتظرتونن، تشریف ببرید دیگه. چقدر ازتون دعوت کنن، چقدر رو پشت بوم، چقدر روی پل، چقدر زیر پل هی بنویسن رجوی بیا منتظری، رجوی ایران، ایران رجوی. خب برید دیگه، دروغ میگن، چون دروغ میگن نمیرن. ببرم تو صفحه آقای جلیل مرتضوی و کتاب جدیدشون هست به نام The Mystery of America. میستری رو میشه به فارسی بگیم راز، و یادتون باشه با سیکرت فرق میکنه ها. The Mystery، این راز رمز یه چیز کلمه خوبیه، خیلی مثل سیکرت نیست. این حالا کتابشون اینه، اجازه بدید من عکسشو بهتون نشون بدم، بعد اگه بشه چهارشنبه من با ایشون یک مصاحبه داشته باشم. نمیدونم اون برنامه رادیو تلویزیونش، میگم این دوستان با هم یه جایی برنامه دارن، بعد میگن چرا بریم اونجا خودمون برنامه میزنیم. خب بیا، این زنکه خوب شد داره میاد، این جانور خودش فوش میده، حالا زنگ میزنه. نگاه کنید این همون جانوره، ببینید. یکی بگه مگه تو منتظر دوستی پسرت نبودی؟ بیا نگاه کنید این کامین کار، بذارید من نشونتون بدم، صداشم ببندم. بله بفهم، تناز جانور، ببینید. You missed the call from تناز، تناز مهربان، مهربان یعنی بیشعوری به حد اعلا. بدبخت تو که نصف عمرت نمیدونستی مردی یا زنی، حالا که تکلیفت معلوم شده برو استفاده کن. چرا وقت خودتو و یادت باشه التماس کردی که مردم بهت اذیت میکنن، من کمکت کردم، حالا تو داری به مردم اذیت میکنی، تو داری کاری میکنی که من بگم هر بلایی به سرش میاد این به اصطلاح حق بشه. اون وقت اینا رو درست میکنه جمهوری اسلامی، نشستن بچه ها. آقای مشایخی دیشون که آقا اینی که گفتن فلان چجوری عکسش دو روزه در اومد، میگم آخه مرد حسابی از خودت سوال کن، شمایی که تو اشرف نشسته بودی پشت فنس که میشه از توش ببینی، خبر نداشتی که سپاه قدس یا عراقی ها دارن میان 40 تاتونه میکشن، ولی میری عکس از اسرائیل میگیری میدی به آمریکا، میگی این محل غار فلان. حالا آخوندی که 40 سال جوون پرورانده، بهترین هکرها هستن، اینا اومدن ثابت کردن که شما دروغ گفتین. اون توطئه‌ای هم که گفتید که نمیدونم یه کسی، آخه اونی که سفیره، اونی که دیپلماته، اون میاد بمب بذاره که شما اونو با زنش گرفتید، فوری عکساش آوردن بغل دست این آقای مهدی ابریشمچی خوش غیرت. حالا سعی میکنم به کانون آوا بگم این دوشنبه اینا ماجرای این توطئه‌ای که خودشون انجام میدن و به اسم دیگران. همین وزیر به اصطلاح محیط زیست و اینها، خدا میدونه دروغی هی گفته بود من تهدید میشم و اینها، برای خودش سکیوریتی 24 ساعت شبان روز سکیوریتی. اون یکی نمیدونم، بعد حالا من درست متوجه نشدم، نمیدونم زنش رفته شامپو دزدیده، رفته دوشک هتل ترامپ رو دزدیده. اگه کسی میدونه اینو با فارسی بنویسه، چون من داشتم گوش میدادم. آخه ببینید اینا چقدر پس فطرتن. شما این همه پول داری، اومدی تو هتلی که داری پول دولت رو خرج میکنی به یه شالاتان دیگه کمک کنی، حالا از اینجا هم نمیدونم دوشکشونو میدوزی، حالا ما دشنی دودی هوله میدوزن، صابون میدوزن، شامپو میدوزن، دمپایی میدوزن، این لباسای روب دوشامپ تو ایرانی میگیم، مال حمام میدوزن. یاد سالا پیش هتل تهران بودم تو فرانکفورت، یه اسپانی الان فاملیش آقای وزیری با خانمش اومده بودن بچه‌شون از ایران بیارن بیرون به اصطلاح اینا، بعد میگفت که شبا می‌نشستیم تو بیمش همه قربت توی لابی صحبت می‌کردیم، میگفت که شما باورتون نمیشه ایرانی‌ها از پنجره تلویزیون هتل رو داده بودن بیرون و تلویزیون رو دزدیده بودن.
بعد میگه کره های نمیدونم کوچیک کوچیک، کره های بسته‌بندی اون موقع نبود کوچیک، اینا خودشون کره های بزرگ کوچیک میکردن. میگه اینا کره ها رو میچسبونن به هم، میدوزن میبرن. حالا نمیدونم والا چجوری یه دفعه این بحثا میاد سر این ماجراست. در هر صورت نه خانم طناز، شما زنگ بزن به تلویزیون ایران آریایی، شما 100% آریایی هستی و احتمالاً اگر به اصطلاح دی ان ای ازت بکنن آریایی بودنت معلوم میشه. اجازه بدین این 604 ببینم شماره تلفن کیه، به نظرم آشنا میاد. درود بر شما آقای سوربیه. آها من نمیدونم حالا این آها این آقای چیز هست، این همین آقای زاهد هفت لنگ هست و نمیدونم میتونم الان به ایش زنگ بزنم. نه دیگه من سیستما رو مثلا سیستم رو ست کرده بودم، ست یعنی تنظیم کرده برای آقای شهرام ایران بومی با چیز دیگه بگید با اسکایپ. و اتفاقا دیروز بود که من فهمیدم ممکن بود اون اشکال صدای هفته قبل، یکی از میکروفونای ما اینجا 7 تا میکروفون داریم، یکی از میکروفونای ما اونجا ممکن بود با فیسبوک درست کار نکنن. خیلی ها این نوع میکروفونا هم مهمه که این میکروفون نمیدونم مستقیمه، این میکروفون آنالوگه، این میکروفون دیجیتاله و هزار یک نیه. میگن که به قدری این رژیم جنگیرها و رمالها سیاهکاری، دزدی، غارت، آدمکشی و تخریب کشور را به غایت رساندن که جنایتهای رژیم شاه از یاد رفته. آفرین آفرین. این آقای رهبر، شما با اون رهبرای شیراز که گاراژدار بودن و اینا، یا فکر کنم اهل بوشهر هم بودن، فامیل هستید یا نیستید بمانه. این ماجرا باز در تاریخ ایران تکرار شده که ما یه چیزی داریم به نام صد رحمت به کفندوز اولی، و یه دلیلی که باید بیشتر از آخوندا بدمون بیاد اینه که آخه پدر سوخته ها، شما که اومدین قول دادین به مردم، اگه اینقدر از قولاتون عمل میکردین شما بهتر از رژیم شاه بودید، ولی خراب کردین جوری که مردم بر میگردن حالا میگن صد رحمت به شاه. و این داستان کفندوز اولی و دومی رو شنیدید؟ میگن در یه دهی یه شهر کوچکی یه کسی بوده که مسئول قبرستون بوده و اینها، مرده رو میشسته و به اصطلاح کفن میپیچیدن اینا، بعد معلوم شده که این کفنا رو میدزدیده و به مرده بعدی میفروخته. آقا گندش بالا میاد میکننش بیرون و اینها، و یک کفندوز یک مردشور دیگه میارن. مردشور جدیده که میاد وقتی کفن رو میدزدیده همونجا هم اگه تنگش میگرفته به قبر طرف یه کاری هم انجام میداده. مردم که آگاه میشن میگن بابا صد رحمت به کفن دزد اولی، اگر کفن پدرمون رو میدزدید دیگه تو قبر پدرمون نمیشنست چی میگن تا چی بزنه. در اصل محسن مهربان با این که عمل کرده اما دماغش هنوز آریایی است. بله این اتفاقا عکس چیزشی که نشون دادیم، گفتم این همون موقعم که به اصطلاح مرد بوده دماغشو عمل کرده، هیچ اشکالی نداره اینجوری که خودشون راضی باشن. و الان دیگه تو ایران انقدر عمل کردن، تو خیابون همینجوری عکساش هست که راه میرن دیگه با چسب اینا، وقتی وقتا عمل میکرد طرف یه هفته تو خونه میموند که این سیاهیاش بره نمیدونم فلان بره، الان نه دیگه میره عمل میکنه فردا بره با سر کار قصه عمل رو بده. نکن آقای سم عزیز برادر قربونت برم، یه کاری میکنی من دیورینگ لایف پروگرام شما رو بلاک کنم. آقا کسی که نشسته برنامه من نگاه میکنه چه کار برزیل و بلژیک داره؟ ول کن تو رو خدا. این شعر حافظ یه کسی اینجا بنویسه، من از دشمنان چه بنالم که هرچی میکشم از دست این دوستانه. دوستان عزیز همه تو حتی همین سم، حمایت فراموش نشه، خودتون رو متعهد کنید، مثل اون دوستمون که مای 10 دلار میفرسه از کالیفرنیا، مثل دوستمون که از فلوریدا مای 30 دلار میفرسه، مثل همشهری شیرازیم که مای 50 دلار میفرسه، مثل پتی که مای 100 دلار میفرسه، یه ماهیانه بدید تا ما بدونیم که آقا این خرج اینترنتمون از این خرج برقمون از این اینجوری در میاد.
این هر از گاهی پولی حمایت کردن، این مثل اینه که شما داری میری سفر، اون وقتا فرودگاه وقتی میرفتی این قراردادا بود، نمیدونم هنوزم هست یا نه، چون طرف داشت میرفت میترسید بیفته، بیمه عمر میخرید که حالا معلومم نبود اگه تو میافتادی این کاغذا اصلا کسی که اینا رو گذاشته اونجا پول شما رو گرفته اصلا بیمه فروش هست یا نه، لایسنس اجازه فروش بیمه داره یا نه. ولی اینجوری در صورت ممنون و متشکر میشم. اجازه بدین من اینم پاک کنم. هرچی به این دوستمون میگیم شما اینا رو اگه پاک کنی، خب یه نفر که میاد میخواد راجع به برنامه ما صحبت کنه، اون یه جایی داره که بتونه بنویسه، یه کمی با ما مهربونتر باشید تا ما هم با شما مهربونتر باشیم. مرسی دوستان عزیز. ساعت 3:37 است. اینجوری که میکنید من به یه جایی میرسم که اصلا دیگه محل نذارم به این قسمت این و باور کنید یه مدت این کار کرده بودم، یک مقوای کارتون مقوا پاره کرده بودم، چسبنده بودم این قسمت چت که اصلا نبینم، یعنی حالا اگه دوربین بود بهتون نشون میدادم، یه مقوای این قسمت بود، یا میبندی صفحه رو بزرگ میکنی میبندی، هر کی میخواد اونجا هر چی بگه. ولی خب اینجوری هم صفا نداره. وقت اون دوستمون میگه وقتی من میام برنامه سوربی رو میبینم یه چیزی میگم این فوری جواب میده، آقا فرهاد یه چیزی میگه از ایران داره تابلو میسازه من از اینجا نق میزنم، این خوشش میاد، کیف میکنه، این حضورش رو حس میکنه. ولی شما این کارو میکنه، آقا برزیل آخه منی که نشستم اینجا کاری به فوتبال ندارم، یه ساعت دیگه فوتبال رو نگاه میکنم. بله بریم سراغ تودی و ببینیم که سوال این دوست ما سوال کرده، همین دوستی که از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو میفرسته، میگه که در آخر ماه مارس گذشته شما فیلمی را که برایتان فرستاده بودم نمایش دادید، در اون هم میهنان در تعطیل نوروز به مناطق غرب خوزستان رفته بودند، شما از این منطقه دیدار کرده اید، اطلاعی از اوضاعشان دارید؟ برایشون نوشتم در برنامه کمی صحبت میکنم. من اون موقعی که حتی پالایشگاه شیراز نبود، پدر من مجبور بود بره اهواز و آبادان و آقاجاری و دیگه کجا بود اینجاها، از اونجاها بار بیارن، حالا یا نفت سیاه بود یا بنزین بود یا سوخت جت بود، چهار مواد بهش میگفت. ما هم خب میرفتیم همراهش مسافرت، خوشمون میاد. وقتی ما میریم یه شهری بستگی به من، آقا وقتی میرفتم تهران فکر میکردم تهران سرا امیر حضور هست و خیابون توپخونه. یا آخرین بار یه دفعه با پسرم هم رفتم، دیدیم با یه خیابون پهلوی هم دارن. و من وقتی تعطیلات تابستون تموم میشد که ما همش کار کرده بودیم، میمدیم مدرسه، بچه ها با شور و ذوق میگفتن آقا رفتیم تهران عجب خوش گذشت، میگفتن اینا دیوونه هستن، تهران که دود و فوت و کثیفی و اینا، نگو اینا رفتودن شمیران، اینا رفتودن فلان، بعدن ما یاد گرفتیم. من وقتی اهواز خدمت میکردم، خدمت سربازی، یا وقتی با پدرم میرفتم آبادان، برو تو این گرما و اینها، نمیدونم از اون چارشیر بود کجا بود، از اون شعله آتیشا و اینا رو میدیدی میرفتی، بعد بار میزدی، فقط فکر این بودی که از اون گرما بیای بیرون. من اصلا کاری نداشتم که مردم اون منطقه چجور زندگی میکنن، نرفته بودیم برای مطالعه نوع زندگی مردم، رفته بودیم که خودمون زندگی کنیم برگردیم بیا. ولی الان که دارن نشون میدن، ما میبینیم که آقا اینا 40 سال پیش هم بیچارا زندگی نداشتن، آب نداشتن، چپرنشین بودن. یه جایی بود توی اهواز به نام کوتبدالله، اگه کسی از اونجا خبر داشت، به اصطلاح بچه اونجا هست و اینا، به ما بگه. آقا منی که اهواز بودم، اولین روزی که رسیدم، بچه هایی که حالا یا کشتیگیر بودن یا قبل از ما رفته بودن سربازی و اینها، به ما گفتن نیای طرف پادگان خونه بگیری. یا گفتیم چرا؟ بهشم میگفتن خشایار، حالا ببین چه اسمی گذاشته بودن. گفتن برو اونور آب. گفتیم اونور آب چه فرقی داره با اینور آب؟ گفتن اونور آب که میری از پل که رد میشی میری خیابون پهلوی، خیابون سیروس، دیگه حالا یادم رفته، ولی اینور که میای خشایار، وقتی که بارون میاد، چون اونجا که سیستم فاضلاب نبود، آبم بالا بود، چاه مسترا و ایناشون هم تقریبا مثل مشکل اصفهان داشت، ولی مثل که اصفهان باز بهتر بلد بودن، یک کاری کرده بودن. میگفتن ببخشید این مدفوع تو خیابون شنو میکنه،
آقا ما که دروغتون نمیخوایم بگیم، بچه اهواز شما بیا بگو زمان شاه سیستم توالت شما سیستم هخامنش بود، که حالا میان میگن 2500 سال پیش سیستم توالت ما اینجوری بوده، آب میرفته این ور از اون ور گلاب میمده، توالت از این ور میرفته شراب میمده. نه آقا، بنده سرباز که بودم آبادان و ببخشید اهواز و کرمانشاه و خرم‌آباد و شیراز 40 سال پیش، درست همین زمان حکومت قبلش، والا نه کاخی بود نه چیزی بود، همین چپه. آقا یه استواری بود به نام رابه، بچه آقاجاری بود که همین آقای ضیاء آتابای، آقای ضیاء آتابای، امیدوارم این قده مغزیت حالا برداشتن مغزت درست کار کنه. آقا شما زمان شاه خفه خون گرفته بودید، شمایی که نمیدونم مهموندار هواپیما بودی، تو دفتر هواپیمایی کار میکردی، رینگو رفت من کافه دید چراغا همه آفه، احمد بیا بگو آقا جاری چرا اینجوری باشه که من مجبورم بلنشم برم تهرون. این آقای رابه میگه آقا اصلا بچه آقا جاری نه، بچه بگید بگید اونجایی که نفت خیلی داره چیه؟ عجب یادمون رفته ها، هیچ، مغز دیگه باطل، آقا مغز باطل. حالا اقلا اون عذرش موجهه، قده مغزی گرفته، ما مغزمون همینجوری. در صورت این دوستمون این فیلمی که فرستاده، توی این فیلم البته 14 دقیقه است. ببینید من فیلم 14 دقیقه، شما میتونید لینکشو بیای بذاری زیر فیسبوک، ما بذاری مردم نگاه کنن. ایران جنوب غربی، خب جنوب شرقیمون میره به طرف زاهدان و این چیزا، این و به طرف پاکستان، جنوب غربیمون شمالش و غربش رو میره کرمانشاه و فلان اینا، پایین میاد همین خوزستان و آبادان و بوشهر و فلان اینها. نرفته بودم برای مطالعه، اهواز خدمت میکردیم، صبح بلند میشدیم خوابالو میرفتیم اون ور پادگان تا 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر بیهوده عمرمون رو تلف میکردیم، بعدم که میمدیم از گرما همه قش میکردیم میافتادیم. نونم به ما نمیفروختن تو اهواز، چون همین شلوغی ها راه افتاده بود و میگفت نون مال مشتریه، مال شما نیست. بذار من این صحنه رو برای این دوستان نشون بدم یک لحظه. و نمیدونم شما هم وقتی یه ویدیو میفرسی منظورتو برای من بیان کن که منظور شما از این ویدیو چیه. انتظار نداشته باش که من برم ویدیو رو نگاه کنم و منظور شما رو بفهمم، چون بعضی وقتا حتی ویدیو رو که نگاه میکنم باز نمیفهمم منظور شما از ارسال این ویدیو چی بوده. خب بهتره توی یه جمله برای من بنویسی. بله راس اردا قصة عليك يا ابويا، راس اردا قصة عليك. الان من باید چی فکر کنم؟ باید فکر کنم اینا از خوشی آواز میخونن، از غم و درد آواز میخونن؟ چون میدونید وقتی که اون هواپیمای ایرانی رو زدن و انداختن، خیلی آهنگای غمگین مال اون منطقه خوزستان و بوشهر و جنوب شیراز و اینها به اصطلاح گذاشتن و غم و شعر و اینها. همین سیاه‌پوستا که شما میبینید اینجا خیلی خواننده های خوبی هستن، این از غم و غصه و فشار زندگی که تو دوره بردهداری اینا مجبور بودن درد و ناله رو به عنوان آهنگ بیان کنن و میگفتن اینها. یا اون قالیبافی که قالی میبافه داره گریه میکنه، خون از دستش میاد. شما اصلا میدونید چرا رنگ قالی ایران قرمزه؟ برای که اون دختر بچه‌ای که با این دستای ظریف با این پشم سفت کار میکنه، هی اینجوری میکنه دستش زخم میشه خون میاد، شما خون رو نبینید. بعدن که استاد شدن اونا بلد بودن دیگه، فرشای کرمان و فرشای تبریز و رنگ کرمی اومد، رنگ این اومد، نقش گنبد اومد، نقش ماهی اومد، ولی فرشای ایران همش قرمزه. یکی این که رنگ خون اینایی که با هر گرهی یه قطره خون ازش اومده شما نبینی، یکی این هم که وقتی بچت میدوه میزنه گلاس، نمیدونم گلاس چیه، لیوان چای رو میریزه چایی معلوم نشه. اینا همش فلسفه داره. بعدن که اعیانی شد فرش از فرش اتاق نشیمن
این کلمه نشیمن هم من نمیدونم یعنی چی. نشینتون رو من میکنن، بند میکنن. خب ببینیم که خانم گلنار میگه که اهواز و خرمشهر الان مثل آنتالیا شده. خب خدا پدر شما رو بیامرزه. شما اینو میگی؟ بعضی هم میگن جنگ تموم شده ولی خرمشهر آباد نشد. من خودم تو زمان جنگ داوطلبانه رفتم آبادان، خسروآباد، نرفتم برای که بجنگم، رفتم کار فنی و اون کارخونه یخ خسروآباد که خمپاره زده بودن اصلا منفجر شده بود، بعدم یه تابلوی گذاشتن اسم من و اسم آقای اون مهندس استقامت و آقای عالمچهر و اینا رو نوشتن که این سه تا مشنگ آمدن اینجا زن و بچه رو ول کردن و کارخونه یخ رو درست کردن و 2000 قالب یخ روزانه به جبهه ها میرسوندیم. من اون موقع مثلا خسروآباد بودم و آبادان بودم. اومدن گفتن کی بلد داره کامیون رانندگی کنه؟ گفتیم ما بلد. گفتن آقا این لیلند، لیلند ایرانی ها میگفتن لیلند، اینو بگی ماشین شهرداری که آب میداده به باغچه ها دادن به ما، برو از ایستگاه هفت نمیدونم کجا میرفتیم دو تا لوله آب میکردن. میدونید این تانک ها برای که تکون نخوره دو قسمتش میکنن تانکشو، بعدن بیشتر اصلا با وجودی که به هم ربط داره ولی توش لایه گذاشتن که شما یه ترمز که میزنی تا نیم ساعت این آب اینجوری تکون نخوره. ولی کلن اینجوری بود، مثلا لیلان اگر 14000 لیتر یا 11000 لیتر 11 تن آب میتونستی بزنی، مثلا 6500 جلو بود 6500 عقب. شما از بالا اگه نگاه میکردی این لولار میسودی که ما یه بار این لولار رو گذاشته بودیم نشستیم که به اصطلاح نیم ساعت یه ساعت طول میکشید تا پر بشه، خمپاره زدن اون قسمت عقب یعنی 6500 تاش دیگه قابل استفاده نبود که اگه ما تو ماشین بودیم ما نابود شده بودیم. شانس آوردی. بعد که اومدیم دیدیم آقا اصلا اینا همه کشکه، این پدرسگ آمریکا از این ور به اون میده به اونم میده، اسرائیل به آخوندا. باورتون میشه این اسرائیلی که امروز برای شما پیام میفرسه، شما با احساسات برای همدیگه پخشش میکنید، اینا به آخوندا اسلحه میدادن که روبرو عراق وایسن؟ اون وقت آمریکا هم به ایران هم به عراق. بابا اصلا آخر یک کم مغزتون استفاده کنید. بعد این دوستمون زنگ زده مستر سوربی I need to talk with you right away. اینایی که انسان نبودن، خب اگه 40 سال پیش انسان نبودن الان انسان شدن؟ اگه شاه و بابای شاه شما شاه اللهی نتونست این ایرانی ها رو آدم کنه، آخونده آدمشون کردن؟ آخه نمیخونه حرفایی که میزنید، اصلا ما رو خورد. بله شما از این منطقه دیدار کرده اید، از اوضاعشان اطلاعی دارید؟ نه اطلاعی ندارم و حقیقتش منظور شما رو از این فیلم نمیفهمم، چون 14 دقیقه من نمیتونم نگاه کنم. آقای انصاری از من پرسید شما فیلم مصاحبه من با امید دانا رو دیدی؟ گفتم اولا من دو هفته گذشته خیلی مشکل کاری و اینها داشتم، بعد یه دوستمونم به اصطلاح جراحی قلب خواست و اینها، و نه حقیقتش اولش نگاه کردم دیدم خب چیزایی که من 17 سال با شما دارم مصاحبه میکنم، کتاباتون رو خوندم، مدارکش رو صفحه به صفحه رفتم، ولی ایشون گفت نه جالبه یه جای امید دانا سوالاتی میکنه، دیدارش رو به شما هم پیشنهاد میکنم. و اما برگردیم، حالا که گفتم چند روز گذشته اوضاع خیلی بد بوده، من در تمام عمرم یعنی هر وقتم ساعت گذاشتم، آلارم گذاشتم که زنگ بزنه من بیدار شم، من صبح بیدار میشم زودتر از اون، اونو خاموش میکنم. و پدر منم همین اخلاقو داشته و به همین دلیلم زود مرد بنده خدا، 67 سالگی مرد. و دکترش هم که دکتر کولیا، دکتر قلبش، گفت که اونایی که به اندازه کافی نمیخوابن، استراحت نمیکنن، خوابشون سنگین نیست، اینا زود میمیرن. چون خواب طلبکار میشی دیگه، زود میمیری که بری اونجا خواب ببینی. من دیروز صبح باور کنید اولا وقتی که میخواستم بیدار شم بدن درد نها، اون که میگن شما اگه صبح بیدار شدی دیدی دست درد نمیکنه، پا درد نمیکنه و اینها، احتمالا مردی. چون بالای 50، بالای 50 چیه؟ بالای 40 بیخود نبود، تو ایران میگفتن یه نخود تریاک بنداز تو چایی و فلان اینها، خلاصه میگفتن باید یه دردی داشته باشی. درد حالا دیگه عادت کردیم بهش، فکر میکنیم معمولیه، ولی اصلا نمیخواستم از خواب بیدار شم.
میگفتن ای کاش امروز جمعه بود و جمعه تو ایران، در صورتی که جمعه تو آمریکا من بیشتر کار میکنم، ساعتهای کاری که انجام میدم هم الان هم موقعی که کانون آبان برنامه داشتم اینا بیشتر، ولی مغز من مونده بود تو ایران تو شیراز که ای کاش امروز جمعه بود و من میتونستم بخوابم بیدار نشم. اصلا با این طبیعت و ذات من فرق میکنه. البته همون موقع خندم گرفت، یادم افتاد که یه نوشته ای نوشته بود آقا ما از بچگی بهمون دروغ میگن، مادرمون صدامون میزنه ساعت 6 صبح میگه بلند شو کله زهره. خب آقا مادر عزیز تو چرا 6 ساعت دروغ میگی؟ چرا نمیگی صبح ساعت 6 بلند شو؟ در هر صورت بلند شدیم رفتیم سر کار، خلاصه روز خوبی نبود. هر چیزی که باید امکانش بود که بد باشه بد شد، هوا به شدت گرم، شرجی اینها، و چشمتون روز بعد نبینه. آخر کاری هم که اومدیم ماشین اداره رو، ماشین شرکت و ماشین دکون و ماشین مغازه رو بذاریم قفلش کنیم، کلید رو ببریم بذاریم داخل، سوار ماشین خودمون بشیم، خیلی قشنگ کلیدها رو تو دستم نگاه کردم، گفتم خب کلید ماشینمو دارم، این کلیدم دارم، تقی درو بستم، درو بستم، سویچ تو ماشین بود. حالا اینو داشته باشید شما، نمیدونم برای شما همچین اتفاقی افتاده، در خونتون رو خودتون قفل کرده باشید، در ماشین و اینا. من توی این 62 سال همچین اتفاقی برام نیفتاده، نه هیچ وقت کلید گم کردم، نه هیچ وقت خودم بیرون مثلا در خونه بسته شده روم، نه ماشین کلید یادم رفته و اینها. اون موقع هم که مثلا 16 تا ماشین داشتیم، 16 تا 20 تا راننده، چون شما وقتی 16 تا ماشین داری 4 5 تا راننده زاپاس میاری، چون هر کدوم از اینا قربونش برم شب دعوا کرده با زنش، صبح از زندان زنگ میزنه اینا، ما زاپاس داشتیم و اینها. این کلیدا رو به طوری منظم و ردیف و اینا میبردم، هیچ وقت ما با این مشکل کلید گم شدن و کلید نداشتن و اینها نبود. ولی دیدم بعضیا میگه آقا باید برم خونه مادرم کلیدم اونجا مونده فلان اینا. دیروز برای اولین بار تو زندگی ما کلید تو سویچ ماشین، اینجا بهش میگن ایگنیشن، جا موند و ماشینم یه ماشین نیسان 60,000 مایل هم روشه. خلاصه کلیدرم وقتی نگاه میکنی یه کلید معمولیه، یه کلید آهنی، پایشم سیاه، از این کلیدهای تیتیش مامانیه، اینجا بهش میگن فاب، حالا FOB برای چی استند میکنه اون وقتا یادم بود ولی الان یادم بود، از اینا نبود. خلاصه ما هم گفتیم خب کاری نداری که اینجا، اون وقتا دست میزدی شیشه رو اینجوری یکم میآوردی پایین، از بالا یک چوب لباسی میکردی زامن میکشیدی بالا، حالا که دیگه زامن قفل اینجا نیست، زامن قفل این بغل، اوکی. شیشه ها هم اینقدر، شیشه ها هم چون برقیه دیگه شما نمیتونی یکم باش بازی کنی اینجوری بیاد پایین، هوا هم گرم، ماشین هم تو آفتاب، یعنی سپلش زاوید و زن زاوید و مهمان عزیزم برسد، همه اینها فراهم شده. ما هم قرار بود ساعت 1 با ماموران امیگریشن برای کار یکی از دوستانمون قرار گذاشته بودیم که بله هستم بیان. اولین کاری که کردم زنگ زدم به اون، گفتم آقا من ماشینم اینجوری شده، شما میتونی دو بیای یا میتونی هفته آینده؟ گفت هفته آینده بهتره، حالا قرار دوشنبه بیان، امیدواریم مشکل اون دوست اونم حل بشه. اینجا الان زنگ میزنی بهش میگن لاکسمیت، اینا مثلا همه حال دیگه برای آهن هم یه چیز دیگه میگفتن اینا، زنگ میزنی لاکسمیت، حالا که دیگه امروزا میگی مثلا فلان قفساز در هرندون، فوری بله میگه که نتیجه فوتبال برزیل 1 برزیل حرف شد. ببین اصلا یعنی هر چی من به این دوستم میگم این به من کم محلی میکنه و از این دیگه بدتر نمیشه. یعنی من میتونم بگم امروز بدترین روز برخورد آقای سعید از کالیفرنیا دوست نازنینمون با منه. اول من فکر کردم میگه که نتیجه رو حذف کردم، یعنی نوشتم و برداشتم، ولی نوشته نتیجه این به این فلانی هم حذف شد. خب مرسی، خیلی ممنونم. خلاصه ما زنگ زدیم به یه نفر گفتیم اینجوری، گفت آدرست کجا، کجا هست، ماشین چی و مدلش چی و فلان اینها گفتیم، این گفت من الان بهت زنگ میزنم، باید ببینم تکنیسیان و همه اینا هم تکنیسیانه، تکنیشنمون اونجا هست یا نه. گفتیم اوکی. حالا
خودم که بلد بودم این چیزا رو دیده بودم، حتی اسلیم جیم پلیسا دارن اینجوری میکنن بغل شیشه باز میکنن اینها، زدیم روی یوتیوب دیدیم یوتیوب هم یه دستگاهی نشون میده مثل یک میلهی هست، این آنتنای بی سیم، آنتنای سی بی دیده بودیم، یه جنسی هست از فایبر گلاس ولی مثل یه ترکه، مثل یک لول، مثل یه میلهی هست، سرش هم کج اینجوری، ولی این میگه که یه دستگاهی میکنن وسط در و بدنه ماشین، باد میکنن این در یکم باز میشه، یه چیزی رو مثل اینایی که میزنین جلو در، میگن دور بلاک، جلو در میگیره مثل دمپایی تقریبا میکنن لای در که باز باشه، اون وقتا با دست میگرفتیم دو نفر کمک میکردیم بعد اینو میکشه باز میکنه. خلاصه ما اینو با چوب لباسی و اینا این کار کردیم، میگرفت دست رو اون هندل رو که دست میکنیم باز میشه، یعنی ما وقتی ماشین نشستیم میخوام در رو باز کنیم دست رو میکنیم اینجا اینو باز کنیم، من حالا با همین کم مهارت دزدی که داریم اینجوری میکردم، اینو میگرفت میکشید ولی چون لاک بود چون قفل بود باز نمیشه، در صورتی که ماشینا دیگه وقتی راننده دست میکشه این باید قفلش هم باز کنه، ولی این نیسان 2014 این کارو نمیکنه. بله میگه که آقا من برنامه فوتبال رو اینجا میگم که اونا نرن جای دیگه. عزیز من شما منطقی هستی، شما فرهنگی هستی، اگه کسی اینجا نشسته داره برنامه منو نگاه میکنه یعنی این اینجاست. فقط وقتی شما میای راجع به فوتبال میگی شانس این که این بگه ای یادم اومدا فوتبال نه به گروه پدر سربی برم اونجا هست، توجیه نکن، توجیه کنی میشی مثل آقای رضا مشایخی، میشی مثل آقای اون یکی دیگه کیه، آقای رضا سلامی، توجیه نکنی بگی آقا دوستت میگی بابا حالا که اومدی اینجا اینو ننویس. کجا بودیم؟ این دسته رو میکشیم ولی باز نمیشه. خلاصه ما زنگ زدیم به این یکی قبل از این که اون زنگ بزنه، چون اینا نتورکن، هیچ وقت کسی با جانکیارد کار کرده؟ اون وقتا که تلفن بود زنگ میزدی میگفتی من یه چراغ تویوتا میخوام مدل 1990، میگه اوکی، رو سی بی میگفت همه این جانکیاردا به هم قلق 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 شلوغ میکنه، بعد یک میگه من دارم، اون گوشی رو برمیداشت و میرفت. الان این نتورک به وسیله اینترنت انجام میشه. دو دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، روزه رو کوتاه کنم. خلاصه یکی زنگ زد لهجه عرب، تا فهمید ما هم لهجه داریم کجایی هستی؟ ایرانی. به برادر سلام علیکم، اهلا و سهلا، من میام $25 میگیرم که بیام اونجا، اونجام که رسیدم ساعتی، فیره دیگه، اوکی، عادلانه است. مردی که یه پدر سگ حرامزاده که واقعا این آخونده هرچی پول خرج این فلسطینی ها میکنن خاک بر سرتون. حالا این امام شدیم از این آدم های تندرو و یه نفر بهمون بد کرد تمام فلسطینی میخوام اعدام کنیم، برای که آقا این وقتی اومد اونجا اولا من دیدم یه مینیونی که لاستیک جلوش مثل تیوب بود، گفتم آقا با این ماشین لاستیک جلو پلیس میگیرت در میری، بعد تو که همش با سرعت از این یکی میری سراغ اونا. گفت نگران نباش برادر، نگران نباش برادر، I will fix it، درستش میکنم، الله خدا، والله والله. گفتیم اوکی. گفت که این ماشین مال شماست؟ گفتیم نه، ماشین مال شرکته. گفت که گواهینامه تو نشون بده. گفتم گواهینامه من برای چی میخوام؟ این گواهینامه ولی برای چی میخوام؟ گفت میخوام ببینم ماشین مال شما. میگم من که بهت گفتم احمقی، ماشین مال شرکته، تازه شما اگه گواهینامه من ببینی این ماشینم مال من باشه این دوتا رو چجوری به هم ربط میدی؟ اولا باید در واز کنی رجیستریشن یا کارت شناسایی ماشین رو بعدن به من بگی، من نمیذارم تو از این استفاده کنی مگر که این دوتا یکی باشه، ولی پوفیوز که باشی از همون اول معلوم. بعد میگه اوکی برادر 140 فلت. گفتم یعنی $140 فلت، هم چی بگیم به فارسی؟ $140 چاکی. گفتم آقا تو گفتی $25 و ساعت، ساعتی چقدر میگی؟ تو الان این میله رو بیا نگاه کن، میله رو گذاشتم یه چیزی هم مثل شابول لول چی نمیدونم تراز گذاشتم لای در، گفتم من اینو گذاشتم فقط این رخکن ما این میگیره به قفله، قفله خیلی تیز نی بکشتش عقب رد میشه.
یه میله ای میخواد. اگه میدونستم تو کره خر من انقدر معطل میکنی تو گرما، رفته بودم اینجا یه میله قوی تر آوردودم کجش کردودم باز شده بود الان رفته بودم خونه. گفت اوکی 120 دلار. والله گفتم اینگه تو نمیفهمی من چی میگم. اوکی برادر 100 دلار والله. گفتم والله بزنه به قبر پدرت، من اصلا سرویس تو رو نمیخوام. پیاده رفتم یه مکانیکی از اون ور خیابون، بیچاره اسپانیشه، همین دو هفته پیشم نشته بود روغن، نمیدونم انقدر روغن مجانی اگر ایرکاندیشنتونه مثلا ما درست کن. رفتیم اونجا، حالا این حرومزاده دنبال من با ماشین داره میاد، منم تو این گرما پیاده از این وری رفتم. حالا که رسیده اونجا، من بهش گفتم که ببین 40 دلار 25 دلار اومدی، 15 دلار هم ربع ساعت، 60 ربع ساعت هم نمیگیره، یه دقیقه است، 40 دلار بهت میدم بگی برو. گفتم حالا داد میزنه که 60 دلار من باید به شرکت بدم. گفتم اروا احمد این ماشینه که مال شرکت نیست، مال پدر بزرگت بوده تو جانکیارد برشتی. از آقای ارشاد عذرخواهی میکنم یه دو سه دقیقه دیرتر بشه برنامهش اب ندارم و بحث جالبی داره به مناسبت تصمیم بیت العدل مبنی بر بزرگداشت 200مین سالگرد میلاد باب. ما آخرش این همه با این دوستان بهایی بودیم، فرق باب و بهاءالله و اینا رو نفهمیدیم چی چی به چی چیه، از بعد چرخوندنمون، بعد گفتن این یکی با اون بده، این یکی با اون اتفرانه، این یکی اومده اون رو نفی کرده. بمانه به این پسره گفتیم آقا ماشین ما اینجا چیز شده، خندید گفت ما اتفاقا یه دستگاه جدید خریدیم و میخوایم امتحانش کنیم، بذار بازش کنم. رفت یه قوطی اینقدی آورد و بازش کرد، گفت من اینو خریدم 200 دلار. یه میله بود، یه پمپ بود و یه چیزی مثل تبر اینجوری سگوش آورد و این پمپ رو گذاشت لایده رو اینا گذاشت و اینجوری کرد و باز شد و بعد ما 40 دلار بهش دادیم. تمام بعد از ظهر من فکر میکردم و باور کنید بدن درد گرفتم که چرا این مردک وقتی میاد اولا فوری به خودش اجازه میده به من بگه برادر، بعدم آخه بی ناموس بی شرف دروغگو، تو گفتی 25 دلار میگیرم، 10 نفر دیگه زنگ زدن، من به اونا نگفتم از تو کمتر اگه میگیری بیا، گفتم خیلی ممنون یه نفر تو راهه، در صورتی که به من گفته بود 20 دقیقه ای میاد 40 دقیقه ای اومد. در صورت دوستان اینم ماجرای دیروز بود، ولی داشتن دوستان خوب. وقتی اومدم اینجا خسته و خورد و ماجرا رو گفتم، آقای پتیک نوشت سوربی منم از این روزا زیاد دارم ولی خودم اون روزا رو خوب میکنم، چون هنوز روز بد من و تو از خیلی از روزهای خوب دیگران بهتره و قدرشو بدونیم. آفرین، خیلی ممنون دوستان عزیز. برنامه ما همینه که هست، خوب بد با ادب بی ادب، همینه که هست. اگر شما برنامه بهتری میتونید اجرا کنید تشریف بیارید شما اجرا کنید، اصلا ما رو بزنید کنار. گفتمتون همه میگن آقا به من برنامه مجانی بده، من که بیام بیننده شما میشه 1 میلیون. میگم خب اون وقت چطور میشه 1 میلیون مفتخور؟ الان دارم 20,000 تا. بس شاعر میگوید قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را، همانا میرود همانا میرود عیسی از لاغری، تو در بند آنی، تو در بند آنی که خر پروری. تا اونجا که تونستم سعی کردم قانع باشم، به قول آقا شعبون شاکر داده ها و نداده ها. این را هم پتیک میگم گاهی وقتی ما وقتی قصه‌مون میگیره این رو برامون مینویسه، یکم راحت میشیم. خوب آدم تو زندگی یه سنگ صبوری داشته باشه. بذارید من یه چیزی بهتون نشون بدم، گزارش روزنامه گاردین درباره نشست مجاهدین در پاریس. یادم سالها پیش آقای سیاوش آذری برنامه داشت و داشت میگفت که گفتن الان ایران آتش هست و انقلاب شد و بهارستان، یادتونه وقتا قائم مقام میگفت برید پاسدارا برید خیابون پارس، فلکه پارس چی؟ تهران پارس دوم. بعد میرفتن بچه های مردم میگرفتن میزدن. ما زنگ زدیم آقای آذری، منو میشناسه اینجا چند بار باهاش صحبت کردیم، گفتم آقای آذری من الان دارم گاردین لایو نگاه میکنم و تهران خبری نیست. گو ای آقا آی سوربی شما هنوزم گاردین رو باور داری؟ اینو داشته باشید.
5 دقیقه بعد خود آقای آذری گفت که بله بفرمایید. گاردین هم نوشت یک کامیون رو توی میدون بهارستان ایران مردم چپ کردن و آتیش زدن اینا. بهش زنگ زدم گفتم آقا شما گاردین رو قبول داری؟ موند که چی بگه. گزارش روزنامه گاردین درباره نشست دیروز مجاهدین در پاریس خواندنیه. میگه فقط نیمی از هزار ایرانی بودن و بقیه لهستانی، چکسلواکی، چک، اسلواکی، میدونی دو کشور شد و پناهنده های سوری در آلمان بودن که به یک دعوت فیسبوکی برای سفر به پاریس با 25 یورو پاسخ داده بودن و با اتوبوس آورده شده بودن. حالا آقای رضا مشایخی میگه نه آقا همه ایرانی بودن، 4 تاش ممکنه نبود. میگم آقا اگه همه ایرانی بودن خب این همه ایرانی ها رو سوار کنید ببرید دیگه، نجات بدید. اوکی دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. خیلی از دوستان از برنامه ایشون، از منطقشون، از آرام صحبت کردنشون، از اینکه به کسی بی احترامی نمی کنن، توهین نمی کنن، تهمت نمی زنن، با سند صحبت می کنن تشکر کرده بودن. دعا کنید من هم مثل ایشون بتونم انسان بشم، که دیگه دوستمون وقتی پیام میذاره نگه ایرانی ها اگر انسان بودن یک تروریست رو انتخاب نمی کردن. اصلا زد و نقیزه. اگه ایرانی ها خمینی رو انتخاب کردن، پس اونی که خود شما میگید اینا انتخاباتشون دروغه چیه؟ اونی که میگید خارجی ها زیر پای چی رو زدن چیه؟ اونی که میگید جیمی کارتر زیر پای شاه رو زد چیه؟ خودتون تکلیفتون رو اول با خودتون معلوم کنید، بعد بیاین اینجا صحبت کنید. جای صحبت اینجاست، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. فراموش نکنید حمایت رو. خیلی ساده است، اگر شما بخواید حمایت کنید، اگه شما بخواید بدید، راه دادنش رو پیدا میکنید. خدا نگهدارتون، آخر هفته خوبی داشته باشید، زیاد مشروب نخورید.